بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. امروز دوشنبه است، نهم مرداد ماه 1396 هجری شمسی و برابر است با 31 ماه جولای سال 2017 میلادی. موضوعاتی رو که امروز دربارش میخوام صحبت کنم، اول دوستمون آقای علی ترابی یک سوالی داره درباره فیسبوک که مطمئنم سوال خیلی از شما هم هست، اون رو نشون میدم و براتون توضیح میدم. بعد اینا رو به ترتیب نیست، همینجوری من دارم خلاصهشو میگم، بعدن به اصطلاح درباره مشروعش صحبت میکنم. گفتار عقل بشر 12 یا 13 قسمتش رو دوستمون لطف کرده از خلیج فارس فرستادن، ما هم براتون پخش میکنیم. و اما درباره گرد همایی یا تظاهرات علیه اعدام در روز چهارشنبه 26 جولای در تورنتو با هم صحبت میکنیم و اینکه دانشگاه معقول و منقول رو چه کسی به اصطلاح درست کرد و آغاز کرد. و اما دوستی هزینه پخش یه برنامه پرگار بی بی سی رو داده که درباره ساواک صحبت میکنن و خیلی جالبه که این آقای احمد فراستی، واقعا ببخشید من اینو میگم، من طرفدار ترور و زد و خوردهای غیر قانونی و اینا نیستم، ولی دیگه اینا خیلی پر رو هن که 39 سال گذشته از این ماجرا با وقاحت میان تو تلویزیون میشینن و هنوز از اون کارهای هم ضد قانونی هم ضد بشری که کردن دفاع میکنن و ما مردم بیخاصیت هیچ کاری انجام نمیدیم. باز دارم میگم، منظور من این نیست که یکی بره این آقا رو ترور کنه یا بزنتش، ولی شکایتهای رسمی اینجا میبینید بعد از 40 سال مثلا یه نفر میره یک کشیشی رو میبره دادگاه که این وقتی بچه بوده بهش تجاوز کرده چنین و چنان. من فکر کنم درباره تجاوز، درباره شکنجه، درباره قتل هیچ وقت اون چیز زمانی، سعید یه در برای من گفته ولی یادم رفته، بهش میگن statue of limitation، که توی دادگاه مثلا من اگه به شما بدهکار باشم بعد 2 سال اگه چک من رو نبری قانونن چیز کنی، وقتی بری بهت میگن ببخشید مدتی که میتونستی اقدام کنی گذشته. در اصل این فیلم رو بهتون نشون میدن. بعد کتابی هست از آقای راستگو به نام کتاب به اصطلاح به نام مجاهدین خلق در آینه تاریخ، چون در اون برنامه بی بی سی صحبت میشه و نقل قول میشه از کتاب ایشون، اون رو هم من سعی میکنم روی صفحه مردم تیوی بذارم مثل اون کتاب تاریخچه و خاطرات. و اما آقای سهراب چمنارا یه ویدیو ارسال کردن همراه با یه چارت، به فارسی چی بگیم، یک عکسی، آمار، نمیدونم چی بگم، مثلا خب چارت همه دیگه میدونن، همراه با یه چارت اونم بهتون نشون میدم. و این فیلم رو از شنبه تا حالا در تلویزیون مردم پخش کردیم، از امروز تا چهارشنبه هم پخش میکنیم. فیلم هایی رو که 3 فیلم رو که دوستمون فرستاده بود و ما قرار بود یک بار پخش کنیم یا 2 بار حد اکثر، تا حالا چندین بار پخش شده، چندین روز پخش شده، باز هم تا چهارشنبه پخش میکنیم. دلیلش هم اینه که ما سعی میکنیم در تلویزیون مردم کم فروشی نکنیم. اجازه بدین همینجا سهراب چمنارا رو نگه داریم و یادمون باشه که بریم در صفحه شخصی خودم و این برنامه امروز رو با دوستان روی صفحه مردم تیوی هم شیر کنیم. شما هم اگه دوست داشتید میتونید با دوستانتون به اصطلاح این برنامه ها رو شیر کنید. نه ترسید، کسی شما رو انفرند نمی کنه، کسی شما رو والا ببینید میگن قاتل و جانی و شکنجگر داره آزاد آزاد میچرخه، ولی شما میترسید که حتی یه برنامه رو اگر دوست دارید به دیگر دوستانتون نشون بدید، یا اگر مخالفید به دوستانتون بگید دوستان من با این آقا مخالفم، نظر شما چیه. ما هنوز راه درازی در پیش داریم که این ترس و وحشت رو کنار بذاریم. و اما یک فیلمی رو یه دوستی فرستاد، ما هم به اصطلاح براش ضبط کردیم گذاشتیم که نشون بدیم، بعد نوشت نه لطفا نشون ندید،
یه فیلمی از یک دکتر ایرانی که توی یک برنامه زنده اون مجری برنامه رو به اصطلاح هیپنوتیزم میکنه. دوستان، روان چیست؟ آیا شما به هیپنوتیزم باور دارید یا این هم یک به اصطلاح مغازه‌ایه که یه عده شارلاتان شیاد درست کردن؟ یادم اینجا این دکتر پروفسور مسعود انصاری یه آقایی رو آورده بود، یه آقای آمریکایی از من شکم گنده تر، برده بود یه شامی هم بهش داده بود. بذارید من ببینم اینجا نوشته اینوایت، چشما اینوایت میکنیم اینوایت اوکی. در هر صورت بعد نهار بهش داده بود، چون اون موقع ها یک شنبه روز برنامه داشتیم، آورد تو تلویزیون رنگارنگ و خوابوندش روی دو سه تا صندلی و هی بهش اون وقتا شوخی میکردیم، میگفتیم حجی مجی لا ترجی، هی گفت ها به خواب عمیقی فرو میری، اینجوریه اونجوریه، بگو ببینم کی میاد ایران رو آزاد کنه. اونم یه آدرسی داد، درست آدرس آقای رضا پهلوی که تا همین دو سه ماه آینده میاد ایران رو آزاد میکنه. آقای انصاری هم گفت بله من با این هیپنوتیزم ترک سیگار میدم، این کارو میکنم اون کارو میکنم، البته ترک کارهای بد خودش رو نتونست سود بده. در هر صورت 20 سال از اون زمان گذشت، نه آقا رضا تنبل کاری کرد، آقای انصاری هم مرد و از این دنیا رفت. روان چیست؟ آیا شما به هیپنوتیزم باور دارید؟ این سوالایی که ما میکنیم اتفاقا خیلی خوبه. وقتی افرادی میان یه فیلمی رو نشون میدن، یه مصاحبه میکنن، یک بحثی رو شروع میکنن، مثل این دوستمون راجع به گفتار عقل بشر، و میپرسن که چرا مردم بیننده ها بی تفاوت هستن، گاهی وقتا واقعا من جواب ندارم. ولی من اینو به شما بگم، برنامه روز جمعه رو من اصلا با این تیتر، با این عنوان گذاشتم که با قاتلان کودک یا این دختر بچه 8 ماهه چه باید کرد. حدود 760 نفر تا امروز صبح فقط روی یوتیوب تماشا کردن، فیسبوک اینور اونور، خود مردم تیوی خبر ندارن. فکر میکنید چند نفر نظر دادن؟ نمیدونم چی شده. اون وقتا میگفتن اینایی که میرن دزدی، میرن خاک از قبرستون میارن و میپاشن روی اینایی که شب خوابیدن تو خونه هاشون و خاک مرده میریزن روی اینا. چون خاک مرده میریزن روی اینا، اینا به یه خواب عمیقی فرو میرن، به نظر میرسه رو ماها هم خاک مرده ریختن. در صورت دوست عزیز که از خلیج فارس زحمت میکشید، برنامه ها رو تا 3 ماه 4 ماه دیگه تنظیم کرده، اینا کار داره، باید بره تحقیق کنه، بنویسه، آماده کنه، صحبت کنه، احتمالاً یه دو بار ادیت میکنه تا اون به اصطلاح اونی که مورد پسندشه برای ما بفرسه. ولی ما بی تفاوت میگذریم. حتی اونایی هم که قبول دارن، هم فکریشون هستن، نمیگن آقا دست درد نکنه. تو ایران چقدر دست درد نکنه میگن. در هر صورت اینه، روان چیست؟ هیپنوتیزم باور دارید یا ندارید؟ امروز با یه دوستی صحبت میکردم که آقا محسن، و براش گفتم که والا این چیزایی که من و شما میگیم خیلی ساده و پیش پا افتادن، همه داریم ذکر مصیبت میکنیم و ای کاش این آخوندا اینقدر به اصطلاح ساده لو بودن. ولی متاسفانه اینا باهوشن، زیرکن، پدرسوخته هستن، هرچی اسمشون خواهی بذاری. بعد گفت نه اینا باهوش نیستن. گفتم خب آقا پس چی هستن؟ و به گفته نمیدونم چی بوده که گفته که دشمن یا رقیب رو دست کم نگیرید. البته ادامه میده که خودتون رو هم دست کم نگیرید، که با هم ضد و نقیزه. خب اگه دشمن من یا آدمیه که مثلا ما میخوایم جنگ کنیم، اون 100 تا اسلحه داره، 100 تا نفرات داره، خب حالا من اونو دست کم نگرفتم، ولی خودم هم دست کم نگیرم. خب این که دوباره برمیگردیم سر جای اولی، یعنی من دارم یه کار احمقانه میکنم، خودمو در میندازم به یه نفر اینجوری. در صورت بعضی وقتا این نوشته ها از فلانیه، از گاندیه، از نمیدونم فلان فیلسوفه کار نمیکنه. و اما آزاده نامداری، میدونید که یه خانمی که تو ایران وقتی که هنرپیشه بوده و پول میساخته و اینها، حتی به دیگران پوز میداده که ایشون چادر میپوشه روی مقنعه و روی روسری و اینها، ولی بعد وقتی که میره سوئیس، گویا اونجا یه فیلمی ازش منتشر میشه که هم بی‌حجاب بوده، هم داشته آبجو میخورده.
و حالا گفته چون این فیلم از من منتشر شده پس من دیگه برام توی ایران خطر جانی داره و میخوام پناهندگی بگیرم. حالا دو رقم میشه به این نگاه کرد، یا این خانم خیلی واقعا پدرسوخته و زیرکه به این وسیله داره پرونده پناهندگیشو درست میکنه، یا اینکه یه آدم درویه اونجا به مردم فخر میفروخت که خیلی به اصطلاح با دین و ایمان و باورمنده اومد سوئیس زرتش در رفت. یه حالت سوم هم داره، چون یکی از دوستان برام نوشته بود آقا شما گفتید سه حالت، دو تاشو گفتی و براتون میخونم. میگه سوربی با این تلویزیون نقلید 40 تا مطلب رو توی 2 ساعت عنوان کردی. ایشون تشکر کرده، منم از ایشون تشکر میکنم که همیشه همراه ما بوده. این کسی نیست جز آقای پتیک، دوست عزیزمون از کالیفرنیا. و اما آزاده نامداری، ماجرای بیهجابی، آبجو نوشیدن، پناهندگی. و یک ویدیویی آقای ضیا مصطفی‌زاده حدود 7 ماه پیش اگه اشتباه نکنم صحبت کرد، تیتر برنامه دوستان یهودی چرا بهشون جود اگه بگیم ناراحتن و اینها، و اون ماجرای یهودیانی که مخفی زندگی میکنن اینا رو صحبت کرده بودن. من دیروز یا پریروز دیدم یک آقایی که ربای هست از اورشلیم، ربای میدونید که مبلغای دینی به اصطلاح یهودی ها هم مثل ما که میگیم آیت الله، حجت الاسلام، نمیدونم فلان، اینا ربای دارن. حالا من نمیدونم این همون ربای تو ایرانی بهش میگفتیم خاخام، یا خاخام یه درجه و مقام دیگه است. و خیلی جالبه اینا که همش میگن جامعه بی طبقه توحیدی، چه در اسلام، چه در مسیحیت، چه در کلیمیت، بعد میبینید که خودشون درجه و رتبه دارن. اینجا نمیدونم شبان داریم، کشیش داریم، فلان داریم، یا پدر روحانی داریم، پریست داریم، اون یکی کاردیناله، اون یکی فلان، این ارتش که جنرال رو نمیدونم تیمسار که چی و سرهنگ و فلان بیسار، اینا هم خودشون درجه بندی دارن. در صورتی که اگر قرار باشه آدم یه روزی آدم بشه، انسان بشه، انسان ها همه با هم مساوی هستن و هیچ کسی نباید به اصطلاح جلو اسمش مقامی چیزی گفته بشه و نوشته بشه. و اما درباره از اورشلیم یک سرتیفیکیت، یا نمیدونم سرتیفیکیت رو تو ایرانی چی بگیم، یک گواهی هست، یک جایزه هست که یک هتلی گذاشته برای 2 شب. خود من 125 دلار به این سازمانه کمک کردم. حالا اگه شماها بخواید این رو دربارش صحبت میکنم، نشون میدم بیش از 300 دلار ارزشش قیمتشه، ولی شما میتونید با 150 دلار بخرید. حتی یکی از دوستان امروز براش فرستادم گفت والله من سال هاست که هتل و خونه و وکیشن و تفریم همین محل کارمه. منم براش نوشتم که من حالت شما رو درک میکنم، چون من هم رئیس خودم بودم و میدونم که وقتی برای خودت کار میکنی بدترین رئیس رو داری. همین الان هم همینجوری، همه الان هم پسرم دخترم میگن بریم فلانجا، میگم نه من دوشنبه برنامه دارم، چهارشنبه برنامه دارم، جمعه برنامه دارم، شنبه و یکشنبه با برم فیلم برداری کنم و نمیدونم. ولی تبلیغا رو که میبینید شما تو تلویزیون میگه بی یور اون باس، یعنی رئیس خودتون باشید. کنار استخر نشسته آقا هم مثلا 40-50 سالشه، یه همسر 20 ساله 25 ساله هم داره، دوتاشون هم به هم لبخند میزنن، نوکر و کلفت و اینها هم دارن نوشابه میارن و جای خنک و باد و نسیم و اینها. بعد مثلا میگه این کار ساده رو اصلا لازم نیست انجام بدید، خودش همینجوری پول میاد. والله ما همچین چیزی تو آمریکا ندیدیم. ما از صبح که حقیقتا نیمه شب بود چشممونو باز میکردیم باید میدویدیم، تا شب که باز به نیمه شب فردا میرسیدیم برای یه پنی، برای یه دلار. و اینجا خود آمریکایی‌ها میگن دلار زیر پای فیله، باید پای فیل رو بلند کنی تا این 1 دلار ازش بکشی. حالا پای فیل رو بلند کردن یا باید تو سیرک کار کرده باشی، بلد باشی، که میبینی خود اونها هم گاهی وقتی فیله میزنه 4-5 نفر رو به اصطلاح در مداغون میکنه. این برنامه 2 شب رو چیز رو بهتون نشون میدم. عکسی داریم از وایس آف امریکا، اینم برای اون دوستی که گفته بود آقا تلویزیون مردم بیننده زیادی نداره.
بهتون نشون میدم وایس آف امریکا وقتی برنامه زنده داره روی یوتیوب نمیدونم 30 تا 27 تا بیننده داره، ولی این دلیل نمیشه توی اون ساعت توی اون دقیقه‌ای که من عکس گرفتم اینها 27 تا بوده، ممکنه یه وقت بشه 2000 تا، ممکنه یه وقت بشه 10000 تا، ولی اینا مهم نیست. مهم اینه که اون لحظه من بیننده اون بودم، مهم اینه که این لحظه شما بیننده این برنامه هستید، نظر شما چیه، موافقید، مخالفید، درست میگم، غلط میگم، اشتباه میگم و الی آخر. و یه دوستی برای من نوشته بود که خواهرشان از سازمان مجاهدین در آلبانی جدا شده، چگونه بیان اینور؟ من گفتم والا این ماجرای اینور، میدونید ما توی فارسی بهمون یاد داده بودن این اشاره به نزدیک، اون یا آن اشاره به دوره، ولی من میگم الان خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم. مثلا شما وقتی میگی اینور، منظورت اینوره که من تو آمریکا نشستم یا اونوره که شما تو ایران یا تو اروپا نشستی؟ چرا یکم درستتر نمینویسیم، بهتر نمینویسیم؟ البته برای ایشون نوشتم که والا من توی آمریکا نشستم و هیچ خبری ندارم از آلبانی، چجوری یه نفر میتونه جدا بشه از اینا بعد بیاد کجا؟ حالا شما نوشتید اینور، بعدن معلوم شد ایشون تو اروپاست. اینا از دوستانی مثل آقای محمد کرمی، مثل آقای احسان بیدی، مثل آقای راستگو، مثل آقای محمد رزاقی، مثل آقای عیسی آزاده، اینا رو بپرسید چرا اینا اون راه رو رفتن. شما اگه از من بپرسی که امروز چگونه میتونم بیام آمریکا، من راهی رو که به شما نشون میدم مال 32 سال پیشه، اصلا فایده نداره دیگه، عوض شده شرایط و اینها. راجع به عوض شدن شرایط و این چیزا، یک آماری رو دیدم که واکنش علیرضا میبودی به انتشار یک نظرسنجی از ایرانیان در آمریکا، و یک شرکتی یه آماری رو گرفته و گفته که مثلا ایرانیان از تو زمان ترامپ تو این 6 ماه گذشته اینقدر مورد تبعیض واقع شدن. آقای میبودی هم که آقای میبودی عزیز من، شماها همین کارا رو برای رژیم شاه کردید، دیدید چگونه به سر خورد زمین. بابا نکنید دیگه، آمریکا رو حداقل بذارید همینجوری که هست باشه. آقای میبودی اینو کرده پیراهن عثمان یا پیراهن یوسف، که آقا چجوری اینجوری میگید، عجب ملت بی غیرتی هستید، اینجا مملکت خوبیه. میگم حالا براش نوشتم آقای میبودی شما برو به انگلیسی بنویس، بنویس که این تبعیض نژادی، نژادپرستی، تبعیض به اصطلاح دینی و اینها چی شده. بعد آقا جون شما یه نگاهی بکن به واشنگتن، دوستاتون که اینجا هستن، شما هفته پیش این واشنگتن نمیدونید چه افتضاحی شده بود. یه آقای لات چاقو کشی رو آوردن که افتخار میکنه ایشون چاقو از جلو میزنه، از روبرو به چاقو میزنه، بعد میلیونر زنش رو طلاق داده که بیاد این شغل رو بگیره. یعنی زنش بهش گفته آقا این شغل رو نگیر، تو آدم پدرسوخته هستی، بیچاک دهنی، بری اینجا زندگیمونو خراب میکنی. گفته من میرم، زنم طلاق گرفت. اینا کسی هستن که زن خودشونو طلاق میدن برای رسیدن به قدرت. اون وقت آقای میبودی شما از اینا میخوای دفاع کنی؟ شما از ترامپ و یارانش و اینا میخوای اینا جای دفاع نذاشتن عزیز من؟ اگه دوستانی هستن که هنوزم فکر میکنن این آقای ترامپ یک اینجا یه چوبای بود میزدن سحر و جادو میشد، اگه فکر میکنید ایشون یه چوبی داره، یه کسی مثل اصلا دکتر حمزه پور نوشته چه مشاور ارشد آقای ترامپ، آقای حمزه پور خجالت بکش پیر مرد، چه مشاوری، چه ارشدی، چه اکبری، چه اصغری، چه کوچکی، چه بزرگی. بعد خود ترامپ دروغگو گفت من فردایی که بیام برجام ایران رو پاره میکنم، 30 روز که بگذره تمام این جنرالامو جمع میکنم، نمیدونم چی رو آتیش به اصطلاح آیسیس از بین میبریم. مردک مونده تو کار خودش، 8 گرو 22 که چجوری خودش و خانوادهش رو از این گرداب لجنی که انداخته داخلش نجات بده. هر روز دادگاه یک کیس بالاتر یک کیس بیشتر بر علیش میذارن. اون وقت آقای میبودی تو کالیفرنیا نشسته میاد میپره به اون کسی که رفته این آمار رو گرفته. آقای میبودی مگه شما تلویزیون پارس 80 میلیون بیننده نداری؟ اونجا رو فیسبوکت آقا این پول این نظرخواهی رو بذار ببین مردم چی میگن، و نکنید این کارو. آقا شنیدم شما بله خانم نمیدونم خواهر شاه بهتون ساعت رولکس داده طرفدار اونا بودید، حالا که دیگه اینا شاید اینا میدن دیگه، من نمیدونم.
چرا از اینا حسن این مملکت اینه که انتقاد کردن به اینجا رسیده آزادیش. میبینید از موقعی که اینا میخوان جلوی میدیای آزادو بگیرن، میخوان جلوی انتقادات و اینا رو بگیرن، روز به روز داره میره پایین آمریکا. الان خطر سقوط امپراتوری سرمایه‌داری است. شما اصلا روزنامه‌های آمریکایی رو میخونید، نشریه‌های آمریکایی، رادیوهای آمریکایی، تلویزیون. شما که ماشاءالله از این رادیو میری تو اون رادیو، از این تلویزیون میری تو اون تلویزیون، از این تلویزیون میری تو اون تلویزیون، فقط دنبال این هستی احتمالاً پول خوبی میسازی. ولی عزیز من این که نشد که نمیدونم. در صورت اینم از من نمیدونم این دیگه چی. حالا دیگه هی روی چیز مینویسه اینوایت، روی فیسبوک مینویسه اینوایت. من نمیدونم، مگه شما خودتون نمیتونید همینجوری بیان که من باید اینوایت کنم؟ آقای مازیار، خانم حاله، خوش آمدید. و اما دوستان درباره این که خواهرشون جدا شده، حالا ما تازه قراره پتیک عزیز قرار فقط سرتیتر رو بگیم، 20 دقیقه گذشت ما توی سرتیتر گیر افتادیم. قرار شده نام ایران رو عوض کنن که قطع رابطه کنن با گذشته ایران. نظر شما در این باره چیه؟ حتما باور نمی کنید. خب نبایدم باور کنید. همه تلویزیون های ایرانی در آمریکا که مثل تلویزیون مردم خبرنگار و ژورنالیست و اینهای با سابقه ندارن، که دیدید که اونا همه ماشاءالله 30-40 سال همهشون افتخارشون اینه که 40-50 سال پیش هم همین مزخرفات رو تو رادیو تلویزیون های ایرانی میگفتن. خب به کجا رسیدیم؟ ولی تلویزیون مردم نمونه است. یعنی خبرایی که شما هنوز نشنیدی، اتفاقایی که قرار اتفاق بیفته ما به شما میگیم. قرار نام ایران رو عوض کنن و به این وسیله قطع رابطه کنن با گذشته. به نظر شما این کار خیانت به ایران و ایرانی، به پرژیا، یا خدمت؟ میتونید همین الان در حین برنامه روی فیسبوک بنویسید که این کار قطع رابطه با فرهنگ و با گذشته ایران خیانته، این کار نمیدونم خدمته، این کار خوبه، از امروز شروع میکنیم. ما نمیدونم مثلا نمیدونم نیاکانمون قاتل بودن، جانی بودن، بزهکار بودن، با اونا قطع رابطه میکنیم، از امروز یه راه جدیدی رو میریم. نظراتتون رو بنویسید دوستان، یکم تکون بخورید، این خاک مرده رو از روی خودتون بریزید بیرون. نام ایران و قطع رابطه با گذشته. یه دوستی با اریا کد 213 با من تماس گرفته، پیام گذاشته. من پیام ایشون رو دو بار دیدم، به اصطلاح دو روز دیرتر دیدم و وقتی زنگ زدم روز ویکند بود، به اصطلاح نبود کسی اونجا، پیغام گذاشتم. ولی اشکال اینه بعضی از این دوستان مثلا از فکس ماشینشون زنگ میزنن، اونا میتونن زنگ بزنن، ولی ما که زنگ میزنیم میشه فکس ماشین. یه ترسویی هست این کارو انجام میده. خب چه فایده؟ شما زنگ میزنی، حرفتو میزنی، من که پاکش میکنم، تا صداتو میشنوم من پاکش میکنم. دوست عزیز ببین، من شما رو دوست عزیز خطاب میکنم، شمایی که فکر میکنی من روز انتخابات رفتم پیرن رنگ شیرازی ها به رنگ بنفش میگن سوسنی، سوسنی پوشیدم که از روحانی طرفداری کنم، آقا گور پدر تو و گور پدر روحانی و گور پدر خمینی و گور پدر خامنه ای، مردک وقتی من میام میرم دوش میگیرم، وقتی میام نگاه میکنم ببینم پیرنایی که از خوشرویی گرفتم کدومه، یکی از اینا رو میپوشم، و الا رنگ سبز اونو، رنگ بنفش اونو. مگه همین رضا پهلوی عقب افتاده شما نبود که رنگ سبزی شده بود؟ ما نه رنگی به خودمون گرفتیم، ما که آفتاب پرست نیستیم. و توی احمق که از فکس ماشینید استفاده میکنی پیام میذاری، اینقدر میترسی، نه اسمتو میگی، نه شمارتو میگی، نه شرف و وجدان داری. آقا شما فکر میکنی من مامورم؟ اوک هست، حالا میخوای چه غلط بکنی؟ هر کسی رو بی دلیل مأمور خوندن، خائن خوندن به نفع آخوندان، مگه نه دیگه شما میشینید برنامه میبودی رو گوش میکنید، مگه ندیدی نشدیدی که وزیر اطلاعات آخوندان گفت ما خیلی خوشحالیم از هر 3 نفری که در خارج زندگی میکنن 3 تاشون فکر میکنن اون 2 تای دیگه مأمور ما هستن. خاک بر سر تو، خاک بر سر من.
همین حماقت هاست که بشینیم توی جمعی آقا اون سربی که دیگه معلوم خائنه، شبخیز که دیگه معلوم خائنه، خب پدر سوخته کی خائن نیست؟ کی خائن نیست؟ برو دنبال اون. و اگه یه ملت 80 میلیون نفر داره 60 میلیونش از نظر تو خائنه، یه نفر رو نمیتونی پیدا کنی، مثل اون آقای امید صدیقی بهش گفتم آقا برو دنبال لاک پشت، برو دنبال سنگ تو باغچه، برو دنبال نمیدونم چراغ برق، بهتر از اینی که بری دنبال رجوی، بهتر از اینی که بری دنبال رضا پهلوی. چی کار کردن اینا تو 38 39 سال گذشته؟ بعد قهر میکنه میگه من شما رو انفرند میکنم. آقا خاک بر سر، تو وقتی فرند من بودی چه پخی بودی؟ نه پخ بودی که حالا نباشی. ببینیم این دوستمون سعید چی نوشته. میگه که سعید کاووسی رو چهارشنبه شب دیدم، اونم با من هم عقیده بود که این برنامه‌های آقای مهدی تبریزی مهدی زاده اشکالات زیادی داره و گفت خب ببین منی که اصلا بچه این محل هستم اینجا رو بلد نیستم، نه آدرس میده نه کارش خیلی خرابه. در اصلا سعید اتوازوری گوتسینگ آخرشم نمیدونم چی شد، شما رفته بودی بیرون، من مجبور شدم بیام و با هم خداحافظی نکردیم. نگه آه شما چرا اصرار داری؟ چی؟ زیر بار حقیقت. چرا اصرار دارید زیر بار حقیقت؟ نه 2000 سال مدرک نمیروید. من نمیروید. چی نوشتی سعید؟ زنگ بزن، پیغام بذار، زنگ بزن با شماره تلفن دوستان بذار، من این شماره تلفن رو بهتون نشون بدم. 202-695-2573 حسن این شماره تلفن اینه که اگر من باشم اینجا جواب میدم، اگر نباشم چه بهتر، شما میتونید پیام بذارید تا 3 دقیقه اگر از تلفن دستیتون سمارت فون استفاده میکنید و با تکس راحت ترید میتونید تکس بفرستید. پس شد تلفن تکس. یه بار دیگه شماره تلفن. اوپسی ساری، اوپسی چی شدی؟ کجا رفتیم؟ ای داده بیدم. آها زدم دوربینم قطع کردم. بله آمدیم برگشتیم. ضمناً دوستان بین این همه رادیو تلویزیون ممنونم از شما که دارید این تلویزیون رو نگاه میکنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. بله سعید کاووسی نوشتی که چرا اصرار دارید زیر بار حقیقت؟ نه 2000 سال مدرک نمیرید. نمیدونم یه تایپو شده، اشتباه شده. خب و اما یه دوستی یه عکسی پرستاده از هواپیمای ایرانی که خیلی داخلش کثیف بوده و این احتمالاً یکی از این هواپیماهای جدیده و نوشته بی فرهنگی مسافرین در هواپیماهای جدید. من عکسای دیگه‌ای نشون بهتون میدم، نظر شما رو در این مورد میپرسم. و اما برنامه‌ای از CNN پخش شد به نام Declassified. Classified یعنی چیزای محرمانه. وقتی Declassified میشه یعنی این از محرمانه آمد بیرون و الان همه مردم عموم میتونن ببینن و بشنون. یعنی حقیقتا دولت آمریکا هم خودی و ناخودی داره، هم مثل آخوندهای ایران که آخوند و آقازاده و مردم بدبخت داره، اینجا اینا رو داره که اونها تافته جدا بافته هستن، زودتر از ما باد بدونن. و جالب اینه که مثلا یه خانمی مثل دختر ترامپ، یه آقایی مثل دامادش، اینها تاپ چیز دارن به اصطلاح، یعنی اجازه ای دارن که تمام این چیزهای تاپ سیکرت کلاسیفاید اینا رو ببینن و بخونن، ولی من و شما که شهروند این مملکت هستیم آقای میبودی اجازه نداریم. بعد 30 سال 20 سال بگذره بعدم که اینا رو تازه دیکلاسیفای میکنن، یه صفحه ای رو که نشون من و شما میدن 4 تا خطش از 60 تا میبینی، 56 تاشو سیاه کردن و بازم نمیتونی ببینی. توی این پرونده، توی این برنامه دیکلاسیفای، یه آقایی که سالها خودش مأمور FBI بوده، سناتور بوده، توی سنا و مجلس و اینها روی 16 تا سازمان به اصطلاح اطلاعاتی آمریکا کار میکرده، 16 تا سازمانی که اینا با افتخار میگن این سازمان ها سازمان های اطلاعاتیه، چند تاش هست که امروز به من و شما نمیگن اون بماند. بعد آمده بود میاد یه فیلمایی رو بعد از 20 سال 30 سال، مثلا این مال 1972 اینها بود که اینها سالها و میلیون ها دلار پول خرج کردن که یک آقایی رو که دلال اسلحه بوده
این رو بگیرن. حتی تو پرونده سازی ها پرونده های دروغی از طرف دولت ایران درست کرده بودن، نشون داده بودن که ما این اسلحه ها رو میخوان برای اونجا بخریم و اینها بماند همه اینها. ولی من امروز بهتون یه عکسی نشون میدم که بهتون نشون میده که این آمریکا که از این ور میگه ما میخوایم جلو قاچاق اسلحه و اینا رو بگیریم، اولا خودشون که از زمان ریگان به آخونده اسلحه دارن، به تمام این گوریلا یعنی این افرادی که مخالف دولت هایی هستن که سر کار هستن اینها. اتفاقا امروز دوستمون کوروش از فلوریدا یه ویدیوی فرستاده، اونم بهتون نشون میدم. تا حالا راجع به چند تا برنامه بهتون گفتم میخوام صحبت کنم، بشمارید. هی نگید آقا تیتر برنامه تو بنویس. تیتر برنامه من این نیست که مثل آقای میبودی هیچی نداشته باشم، از خونه که میام بگم آهان امروز بهتره یک ساعت ملت رو بذارم سر کار، چه نمک نشناسایی هستن این ایرانی ها. میگن به ما تبعیض شده. جالب اینه که زنگ زد با واشنگتن با یکی صحبت میکرد که حالا این آقا تعریف کنه که نه آقا چه تبعیضی. گوه آقا من 40 سال تو آمریکا هستم و 2 هفته پیش رفتم بانک حساب باز کنم، به هم اینجوری گفتن و اونجوری گفتن. یعنی تبعیض بیشتر شده. تبعیض همیشه بوده. بله ممکنه تو کالیفرنیا که شما این ورتون ایرانیه، اون ورتون ارمنیه، اون ورتون اسپانیشه، تازه شما فیسم بدی تازه شما تبعیض قائل بشی برای اونا. ولی بیا اینجایی که آمریکایی‌ها هستن، ما هم باز جامون خوبه، این کنار شرق آمریکا و اون کنار غرب اینا خوبه. برو اون وسطای آمریکا بری یه جایی بهت چی نمیفروشن. من تو برنامه نشون دادم آقای میبودی رسیده مال یه فروشگاهی توی تگزاس نوشته بود بام 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 ایران. شما که نمیبینی. من دلم میخواد مثل اون خانم سیرا پیلن که ازش سوال کردن چه روزنامه‌ای رو میخونی، گفت من همه رو میخونم، گفت یکیشو اسم ببر و نتونست. از شما سوال کنیم شما صبح ها چه روزنامه ای رو میخونی، چه محلی چه به اصطلاح کشوری. آقای یه کمی واقعا خجالت آوره. تلویزیون ایرانی رو که آدم نگاه میکنه خجالت میکشه. خب ببینیم که چیه. خوش آمد میگم به این دوستمون صدای دوست آقای قشقایی. دوستان داریوش قشقایی فامیلی شیرازیه، قشقایی دیگه. اتفاق مادر منم یه چند درصدش قشقایی. بعد اتفاق عکسشو دیدم موهاشم این بغل رو کوتاه کرده بود، گفتم منم حالا این دفعه که برم مدل اینجوری میزنم. هم تابستون است، ایر کاندیشنه، برنامه‌های خوبی داره. من ندیدم راجع به سیاست صحبت کنه، بیشتر همونجوری که اسم برنامه‌اش هست صدای دوسته. میگه آقا این همه از سیاست صحبت کردن، من و تو امروز بیایم 2 کلام از دوستی صحبت کنیم. اتفاقا آقای قشقایی من به این آقای مهدی تبریزی گفتم بابا شما این ویدیوهای آقای قشقایی رو نگاه کن، میاد یه جایی برنامه میذاره روزی نیم ساعت روزی یه ساعت، بعضی وقتا هم کارو گرفتاری داره، خیلی قشنگ به مردم میگه شرمنده امروز نتونستم بیام. شرمنده دشمنت باشه در هر صورت. بعد برنامه میذاره تو نمیدونم رستوران البرز، برنامه میذاره تو یه جایی میرن چای میخورن 20 نفر 30 نفر جمع میشن، پول هر کسی هم فکر کنم خودشون میدن، چون اصلا از عکس این گروه معلومی که اینا آدمای پیشرفته ای هستن. دی جی آنی اونجاست، همین آقای قشقایی اونجاست، اینا معلومه دیگه، اینا اون تعارفات ایرانی. آقا بذار من حساب کنم جون خودم بذار قدمت رو چش بعد کرا بگم کوفتش بشه پدر سوخته، چلو کباب برگ اوردر میده، خودم کوبیده خوردم اون برگ اوردر میده. یا دفعه دیگه حالا که نوبت اونه من بگم آقا چلو کباب برگ که میاری چی، سالاد شیرازی هم بیار، ماس موسیر هم بیار، بستنی و پالدن بیار، که من پدر این که دفعه قبل پول شده. آقا هر کدومتون خانم هر کدومتون پول خودتونو بدید. امروز شما نهار خوردی شام خوردی، فقط پول چاییتو پپسیتو بده. فردا میخوای بیشتر بخوری، میخوای برای شوهرت برای همسرت هم خوراک بگیری ببری. اینجوری ما اومدیم اینجا که این اشکالات فرهنگی رو رفع کنیم. چه کار کردیم؟ اینا رو هم داریم با اون اشکالات آشنا میکنیم. من دیدم طرف اومده تو این رستوران موبیدیک میخواد خوراک بگیره، دوست آمریکاییش اصلا مونده بود که چرا این میخواد پول منو بده. بعد داشت حالا برایشم با آب و تاب توضیح میداد که This is our tradition. اون فیلم ویالونزن روی پشت بام دیده بودید؟ Tradition ماجرای کلیمی ها، ازدواجای چی بهش میگن؟ از قبل ارنج شده، یعنی میگن این دختره باید بشه زن این پسره باید بشه شوهر این و اینا. اون فیلم در رابطه با همینه که میگه این tradition، این
رسم و رسوما، مخصوصا اونایش که گنده آشغال زده، اونایش که ما رو درجا زده. آقا طرف زنگ میزنه ساعت 11 شبه، میگه خواب بودی؟ میگه نه آقا خواب نبودم. حالا تو دلش میگه اردکه احمق این چه موقع زنگ؟ بگو آره خواب بودم. و به نظر من بهتره که بعد از 9 شب به هیچ کس زنگ نزنید. خب این یه چیزی یاد میگیره، ولی تو اگه بگی خواب نبودم، بعد از اینکه با تو صحبت میکنه تازه به دوست دیگه زنگ میزنه. اگه اون بدبخت گناش برگشت گفت که آقا من خواب بودم، میگه برو آقا تو دیگه از سربی که پیزوری تر نیستی، 11 شب زنگ زدم سربی ماشاءالله قبراق یه ساعتم به حرف من گوش داد. بابا اومدیم اینجا با هم دیگه باز اوپن. حالا که آقای قشقایی اینجاست، من اون روز رفتم روی یکی از این وبسایت پیجای شما و تیتر همین برنامه مهمونی آقای مهدی تبریزی رو گذاشتم و دیدم تا اینو گذاشتم رفت پایین. اومدم برای بیننده ها صحبت کردم، گفتم اگه صفحات عمومی درست میکنید صفحه خصوصی باشه شما حق داری، صفحه بیزینس خصوصی باشه شما حق داری، و اگه صفحات عمومی گروه های عمومی باز میکنید و مردم میان جوین میکنن به شما میپیوندن عضو این صفحه میشن، به نظر من این کار زشت و ناپسندیده‌ایه که من ویدیوهای خودم رو بالا بذارم مال شما جون فورد 4 جون، الان 2-3 روز دیگه میشه 2 ماه، اون میاد بالا، ولی ما که اومدیم به دوستان دیگه بگیم آقا امشب این بنده خدا اینقدر خرج کرده بیان اونجا، اون فوری رفت پایین. و وقتی میره پایین، شما خودت استاد کامپیوتر هستی، میبینی که اون اولی رو طرف میبینه، اونی که گذاشتیم جدید نمیبینه. و 3 روز اگه یکی بیاد ببینه آقای داریوش قشقایی همون جون فورد اونجاست، دیگه نمیاد. این نظر منه، این نظر منه، شاید شما یه نظر بهتری داری، ولی من خودم تو این گروه های اینجوری دیگه نمیرم. یعنی سعی میکنم حتی اون حالا ممبرشیپ ما مثل آقای امید صدیقی نیست که اگه من انفرند بشم یا جوینت رو قطع کنم دیگه شما شب پای برهنه بخوابی، ولی میگم خب اصلا فایدهش برای من چیه که برم اونجا بنویسم بذارم شماره تلفن بذارم بعد تا میذاریم این بره پایین. مثالم زدم درباره آقای یزدان خداوندلو، چندین گروه دارن، گروه های پر جمعیت 33,000 تا 60,000 تا 9,000 تا 90,000 تا. بعد به منم گفتن بیا ما هم رفتیم 2-3 بار، ما هر چی گذاشتیم دیدیم رفت پایین دیگه نرفتیم. ایشون گفت آقا قهر کردی؟ گفتم قهر نکردم، ولی خب درست نیست. شما یه تابلوی گذاشتی اینجا، من اومدم این کنار می‌نویسم آقا ما یه فولکس واگنی داریم می‌خوام بفروشیم، بعد شما میای یه کاغذ انقدی میزنی روش، همون چیز قدیمی خودت. خب مگه من مرض دارم؟ مگه کاغذ مجانیه؟ مگه وقت من مجانی نمیره؟ در صورت این انتقاد من از شما بود. اگه در این مورد توضیحی هست بنویسید یا پیام بذارید من پخش میکنم. 202-695-2573. و برنامه CNN هم گفتم با قاتلان کودک 8 ماهه چه باید کرد؟ ماجرای اون دختر کوچولویی که دزدیده شد در خونش و حالا خداییش یا هر چیزی بخواد طبیعی بگیم، اون بیچاره که مرد و کشته شد رفت دیگه چیزی هم نمیفهمه، ولی این پدر و مادر چه داغی رو باید تحمل کنه. من اصلا بهتون اینو بگم، حتی وقتی خواب میبینم که یه اتفاقی برای بچه‌م افتاده، یه اتفاقی برای نوه‌م افتاده، اصلا بعضی وقتا صبح که بلند میشم روز من اصلا خراب میشه. و میدونید این بیچاره همیشه به خودشون میگن امیدواریم که از خواب بیدار شیم، چون فکر میکنن خواب که نه، این کابوسه. آمریکایی‌ها میگن نایتمر دریم، خواب و رویای خوبه، کابوس رویا خوابای وحشتناکه و نایتمر هست. در هر صورت نمیدونم چی. افشین نوشته فقط اعدام در رابطه با چی؟ منظورت این 8 ماه است؟ آخه اگه بگیمم اعدام، بعد اون دوستان افشین جان سوال میکنن این همه اعدام توی حالا بیان به اسلام بگیم از 1400 سال پیش انجام دادن، هنوز تو عربستان سعودی میبینید که 20-20 گردن میزنن، توی ایران اعدام میکنن، نشون داده که اثر نکرده. چه باید کرد؟ ممنونم. در صورت دوستان افشینم
قرار باشه، قرار بذاریم یه ویدیوهای کوتاه و مختصر درست کنه، 5 دقیقه 4 دقیقه درباره سرمایه گذاری، خرید و فروش استاک، آپشن. میدونید که اینا هر روزم هی پیچیده تر میشه. من یادمه یک بار به توصیه یکی از دوستان ما 1000 تا استاک خریدیم، چشمتون روز بعد نبینه. اون موقع مثل الان نبود کامپیوتر بیای بزنی صبح بگی استاک کوکاکولا چند شده. آقا صبح فوری بودو برو، نه چیز شده بودیم، ممبر شده بودیم که به اصطلاح آبونه شده بودیم که برامون روزنامه واشنگتن پست رو میمدن شب پرت میکردن. اولین صفحه اون صفحه استاک نگاه کنیم ببینیم هوم دیپو رفته بالا یا اومده پایین. خلاصه نمیدونید یه 6 ماهی برای یه چی خوبه، برای وزکم کردن. ولی بدبختیه که این ماجرای نگران شدن، بعضی ها فکر میکنن که وزن رو کم میکنه، برعکس وزن تو زیاد میکنه، ولی مثلا مواد میریزه، استرس، نگرانیه. در هر صورت ما آقا اون 1000 تا رو فروختیم و رفتیم، یه ضرری ضرر نکردم، 3500 دلار سود کردم، چون به موقع رفتم 1000 تای دیگه خریدم. وقتی اینا افتاده بودن ارزون شده بودن، این 1000 تای ارزون با اون 1000 تای گرون آوردش وسط. بلافاصله این دوستمون آقای خاکی که هر روز روی کامپیوتر اون موقع اون نگاه میکرد، گفتم آقا این تا شد به این قیمت به من بگو، من شما رو یه شامم میبرم بیرون. به من زنگ زد، من اون موقع تو خیابون و اینا زیاد بودم، 12-14 ساعت روزانه میرفتم. خلاصه ما بردیم فوری اینا رو فروختیم و چیز کردیم. خب ببینیم که left your message. خیلی ممنون دوستان. ببینیم آقای سعید کاووسی در این مسیج چی میگه. خب آقای سعید کاووسی، ببینید وقتی ما دیگه همدیگر رو میشناسیم، طرف زنگ میزنه میگه من مسیج گذاشتم، عین این که الان اومده مهمون برنامه 3 دقیقه هم صحبت کرده ماشاءالله. ببینیم چی. بفرمایید آقای کاووسی. آقای سعید ببخشید من این تلفنم سلف کرکت بوده و شیطنی میکنه. چیزایی که آقای نبیلی و 80 میلیون خائن و هر چیزی که ما میدونیم گفتی امروز خیلی صحبتهای منو کرده. ما روح درستان ثابت کردیم که ملتی از این از نظر شعور و نژاد، چون برای اعمال بچی ملت ها و ارتش های عقب افتاده بودن به ما حمله تجاوز شده، نژاد ما خیلی نامعقول الان و ما اینو ثابت کردیم. شعور بسیار پایین، منطق پایین و فهم و درک و پروسسه خیلی سلو. اینو ما بارها و بارها و بارها دو دستان رو ثابت میکنم و دو دستان رو دنبال میگردیم که رهبرانمون رو عوض کنیم و هنوز هرچی که هست متوجه نشدیم که موفق نمیشیم و نرفتیم دنبالشیم که چرا موفق نمیشیم. اصولا طرز فکر آدمهای عقب افتاده و به قول آمریکایی‌ها لوزر منتالیتی اینیست که بند کفششون و بند تنبونشون پایین میاد یا باز میشه تحصیل یکی دیگه، همیشه هم نشستن به دفرانسیالشون انتظار دارن که یکی دیگه کارشون درست کنه. کارهای کثیف و کثافتکاری و آدم کشیشون از خدا میخوان، اینو بکشه، اونو چلاق کنه، اونو بدبخت کنه، اونو نابود کنه. کارهای دیگهش رو میخوان دولت بسشون بکنه، اینا هم بشینن پشتر هم چک میکنه بخوان یکی بیاد و دولت بشون بکنه شون رئیس. و همه فکر میکنن فیلسوف هم اصلا از کرکتریستیک های آدم بیشون اینیست که فکر میکنه فیلسوفه. در نتیجه کار کردن روی ایرانی عملی نیست و تا موقعی که مشکل نمیدونن، مشکل در آخون، در شاه، در رضا شاه، در مصدق و همینجور در نقب میگینن این آدم های لیزه کسان هستی که در مدرسه فکر میدونن و همه شبیه مدرسه و فوتبال هم از تیم کوران بنگلادش 6 تا گل میخورن تبدیل کفش پس به حسیه شونه مسئولیه ها هم برخره. حالا این اشخاصی که شما گرداشون صحبت میکنین و تعجب میکنین، تعجب نداره آقای سعودی. ما 2000 ساله که با این ملت خدا اونم جزو شدیم داریم سر میکنیم. من صاحب دارم در این رنگه تحریف میکنم و در این نتیجه اسمم که ما به خاطر نژاد بعد که شامل تمام نامرغوبی ها و مشکلات جامعه میشه هفته و یه افغانی صحبت میکردم میگفت ما خیلی اشما از اون بهتره، ما هر که مدیمون تجاوز کرد یا روس بود یا امریکایی و
بچه همون همه بلو بلو آیز و بلاند و قدبلند و باهوش شدن. شما هرچی عقب استوری خیر بودم از یکی تجاوز در کنید میشن. خدا بگم چه کار کنه این سعید کاووسی. این سعید کاووسی توی برنامه هایی که حضوری نشستی به اصطلاح باهاش صحبت میکنم، مثلا من اون شب نشسته بودم، خب این برنامه یه ساعت و نیم دیر شروع شد و اینها، بعد وقتی این زنگ زد گفتم اصلا ناراحت نباش چیزی رو میس نکردی اینا، ولی وقتی میاد واقعا شما دو ساعت یه ساعت و نیم صحبت هایی که میکنه اینه، و اگه دقت کنی این میگه ما، همونجوری که من میگم کارمون خیلی خرابه، یعنی منم جز بشم، این آقای حقا نادان که یک زبان بلد نیست ولی ادعا داره 18 تا زبان بلده و کسی چالشش نکرد بگه آقا بیا ببینم تو زوریخی بلدی، سوئیسی بلدی، آلمانی بلدی، وایسا من یه دوستی دارم تلفن رو بگیریم بگی دست بگه صحبت. این مردک ورداشته برای من یه ایمیلی فرستاده نشته چهارم و پنجم مرداد، بهش میگم آقا اگه اینجا مونده بودی نرفته بودی اروپا دنبال این که چون نه تا بچه داری اونجا پول بهت میدن و بیکار میگردی و اینها، دو تا چی یاد میگرفتی؟ یاد میگرفتی که برای یه نفر که ایمیل میفرسی توی اون قسمت سابجکت درباره موضوع علی ترابی میام سراغت راجب این سوالی که کردی. ببخشید اصلا ببین اسم شما رو گذاشتم این اول تا نوشتم چهارشنبه دوشنبه فلان اسم شما اینجاست، حالا برعکس هم نشون دادم که اگه ندیدی هم مهم نباشه. خب چی میگفتم؟ آره همین که خودمون رو جزش میدونیم و بعدم این ماجرای حقا براش میگم آقا، بعد میگه من نوشتم شما متوجه نشدی، میگم مرد ناحسابی تو هشتم مرداد ورداشتی یه ایمیلی فرستادی بالاش نوشته چهارم و پنجم مرداد، بعدم خب چی؟ بعدم باز کنم آشغال دوباره نمیدونم سالگرد فلانی بوده، تو همین یک کت شلواری که از روزی که متولد شدی بابات برات خریده همینو هی میذاری تو پلاستیک، هی میبری این و هی میاری اون و رفتین سر قبر. چی شده این همه رفتین سر قبر؟ تفاوت شما که میرین سر قبر با آخوند که میره سر قبر، اون چی میخونه به اصطلاح روزه میخونه پول میگیره، شما وای میسین مداهی میکنین، بعد میرین خونه همدیگه، بعد تو میرین نمیدونم خونه یه زنی میخوای به دخترش و به بچهش هم نظر داری، تفاوت تو چی آقای اخا؟ بعد میگمش که بابا جون باید یه چیزی یاد بگیریم، ما اینجور ما اونجور، میگه نه احتمالا شما از افرادی صحبت میکنی که اینها ضد شاه بودن یا اینکه خودت رو در آینه میبینی. این سعید کاووسی همیشه میگه هر اشکالی شما باهاش روبرو شدین دنبال این و اون نگردید، برید تو خونتون یه آینه پیدا کنید، با موتورسیکلت حسابی یا پشت موتورسیکلتت این آینه نگاه کن، یه جایی براق تو اون نگاه کن، خودتو میبینی، مشکل خودتی. مرسی سعید. و ببینید دوستمون آقای افشین، خیلی ممنونم که شما شروع کردی نوشتی فقط اعدام. این دوستمون میگه این آقای سعید نوری هم اسمش، گفتم متاسفانه این اسمای فارسی رو وقتی به لاتین می‌نویسی خب هر کسی هر جوری اون پاسبانه بهش توی گذرنامه نوشته همون جوری دیگه غلط راه افتاده، ایشون اینجوری که نوشته مثل سید نوری، و در صورت ایشون میگه که این اعدام تا حالا چه مشکلی رو حل کرده. ببین آقای نوری، اینایی که موافق اعدام هستن منطقشون اینه، این دوتا معتاد اگر فردا اعدام بشن میگن ترس و واهمه از اعدام شدن باعث میشه پیشگیری بشه و اونایی که دیگه نمیرن دنبال این که بچه مردم رو تو ماشین بدوزن دیگه شما چون ندوزیدن نمیبینی. ولی یه منطق دیگه هم پشتشه، میگه همین آقا بعد از 5 سال بعد 4 سال دیگه اگه اومد بیرون دوباره نمیره یه بچه دیگر رو بدوزه، دوباره نمیره یه ماشین دیگر رو بدوزه. اونو شما چی میگه آقای نوری؟ به قول آمریکایی‌ها حالا توپ تو زمین شماست، شما باید شوت کنی. بیایم اینجا ببینیم این آقای علی ترابی دوست نازنینمون که رفت با شبانشون صحبت کنه، رفت با کلیساش صحبت کنه، بعد گفت اصلا احتیاج به اونا ندارم، من خودم شدم پروفسور مسیحیت و میام براتون صحبت میکنم، اینم آمد کالیفرنیا مثل که چرخش پنچر شد و فعلا ازش خبری نیست. ولی خب میدونم کسایی که جدید میان گرفتاریشون زیاده، به اصطلاح کارهای همین کارهای اداری، بیمه، بچه ها برن مدرسه، نوه ها برن مدرسه، ثبت نام کردن، نگرانی ها، رانندگی، بیمه ماشین، هزار و یک مشکل دارن. ولی ایشون یه سوال از من کرده که توی فیسبوک
گویا برش یه همچین چیزی آمده و من به شما هم نشون بدم، احتمالا شما هم ممکنه این رو براتون فرستاده باشن و ندونید چه کار باید انجام بدید. اولا مطمئن بشید که از توی فیسبوک خودتون میرید به اینها میرسید. یک کسی اگه زده باشه آقا فیسبوک شما لاک شده، بلاک شده، اینجا رو کلیک کن، شما اون کار رو نکن. بگو اوکی، بلاک شده، اون صفحه رو ببند، برو از توی وب براوزر یا اون انجین جستجوگر اینترنت، برو اونجا بنویس facebook.com، وقتی میزنی نوشته ساین این، ساین اپ، هرچی ساین این میکنی، تا ساین این میکنی همین پیام باید اونجا بیاد. اگه اونجا نیومد اون دروغ بوده، به قول اینها spoof ایمیل یا فیشینگ بوده، میخواستن شما رو ببرن یه جایی کلا سرت بذارن، اینفورمیشن تو بدوزن. آقا حالا مثلا اعدامش نکنن، به نظر شما باید چه کارشون کنن؟ بفرمایید، سوال خوبیه. حالا آقای سعید نوری، آقای افشین از شما سوال میکنه. دوستان روی فیسبوک با هم دیگه صحبت کنید. البته یه اشکال داره، مثل این میمونی که توی مجلسی یه نفر داشته باشه آواز بخونه و من و شما بلند بلند صحبت کنیم. همون شب یه دوستی همراه ما بود اونجا، گهگاهی این هی تلفنش و ویدیوها و اینا رو روشن میکرد و صدای این باز میشد، آقای کامرانپور و اون خواننده و اینها یه کمی حواسشون پرت بشه. این کار کار درستی نیست. اگرم بگین بعدن بیای که شما بعدن هم رفتی یه جای دیگه و حقیقت من نمیدونم چه کار کنم. دیدم اون روز فیسبوک نوشته بود در زمان برنامه لایو میتونید کامنت ها رو دیسیبل کنید. کلمه دیسیبل یعنی از کار انداخته، فلج کردن، فلجش کنید. خب برگردیم به این سوال تکنیکی آقای علی ترابی. یه پیام براش اومده، نوشته که If you got locked out of your account, your friend can help. علی we are فلان. خب توضیح میدم براتون. اگه همچی پیغام اومد، ببین نوشته اگر، یعنی هنوز نشدی، اگر حساب شما لاک قفل بشه و نتونی بیای داخل، دوست شما، فامیل شما میتونه شما رو بیاره داخل. خیلی ساده است. یکی از دوستان گفت آقای سوربی من از شما ممنونم، شما مثال ها رو انقدر ساده میکنی که بعد آدم بهش میگه چرا به مغز من این نرسید. علی جان این مثل این میمونه که اون طرف خیابونتون یا آقای مسیحی هست، بهش اطمینان داری، احتمالا شما دیگه به ماها که مسلمون هستیم یا مسلمان زاده هستی اطمینان نداری. بعد شما به خانومت میگی که ما هی میریم بیرون و میایم، این کلید خونمون اگه گم شد نتونستیم بیایم تو، این کلید رو بدیم به این آقای چی بسرم بگیم، آرمن ساگینیان که ارمنیه یا مسیحیه، که با اون کلید بتونیم بیایم تو خونمون. کلید مال خودتونه ولی میدید دست دوستتون، اون ور خیابون دامادتون زندگی میکنه، یه کلید اضافی میبری بهش میدی. خود من وقتی این از طرف فیسبوک آمد، من برای دخترم و پسرم و همسرم اینا رو فرستادم که اگه من فردا مردم اینا بتونن بیان تو حساب من بنویسن سوربی مرد، قصه خلاص، برید یه مشنگ دیگر پیدا کنید، برید یه احمق دیگر پیدا کنید. اینه، هیچ چیزی نیست. شما هنوز نه لاک شدی نه بلاک شدی. لاک یعنی قفل. این اتفاق میفته، شما تو ماشین خودتم درو میبندی، مثلا این ماشینای آمریکایی. الان سعید میاد حمله میکنه میگه آقا چرا به ماشینای آمریکایی بد گفتی؟ اولین باری که راجع به ماشین آلمانی و آمریکایی اینا صحبت کردیم، یه روزی من دارجه به یه بنزی که 50000 دلارم پول داده بودم خریده بودم، گفتم این چیه بنز، بنز این هر 1000 مایلی روغن کم میکنه. سعید گفت آی سوربی گفتی این بیچاره که میره شبلت نمیدونم این پالا میخره، جمعه و شنبه و یه شنبه میره دم هوم دیپو رو سرش تخته میذاره، نمیدونم درایوال میذاره فلان اینا، بعدم میگه ماشین آمریکایی بده، ولی اونی که مرسدس میخره
ماشین رو حتی دست خانمش هم نمیده، دست بچه‌ش هم نمیده، تو گاراژ پارک میکنه، هفته یه بار میاد میشوره، تمیزش میکنه، روغنش چک میکنه و اینها، دور میزنه، بعدم میگه بنز عجب ماشینیه، هر وقتم میخواد روغن عوض کنه $400، هر وقت میخواد بره نمیدونم، حالا تازه ماشینه هنوز تو چیزای چیشه چی میگن وارانتی 4 سال اول و اینا، هی گوشت میبرن، ولی هی میگه بنز بنز، برای اینکه باز اونجا ما بدبختی ماشین دیگه ای نبوده، اونجا نزدیک بودیم به اروپا، خب کسی که نمیرم ماشین روسیه چی البته آوردن، اون ماشینا لادا بود، پادوا بود، چی بود، موسکروچی بود، اسکروچی بود، چی بود، این آقای اسکاراموچی منو یاد اون ماشینا میندازه. در هر صورت اینم از این برنامه. آقای علی ترابی، شما دامادت، پسر، دخترت، همسرت، اینها هر کدوم رو فیسبوک هستن، وقتی این آمد به فیسبوک کلیک کن، بگو که میخوام مثلا همسرم، دامادم، دخترم باشه، یا به دوستایی که اطمینان داری، یادت باشه به دوستایی که اطمینان داری اینا فردام دوستتن، چون اگه بعدن بیای نتونی بیای تو فیسبوک، میگه که آقا این چیزایی که تو نوشتی اشتباهه، حالا یا عرق خوردی یا شرابش خوب بوده یا اعصابت خرابه، نمیتونی پسورد تو بگی، یا این کلید رو انقدر اینجوری میکنی تو این در کلید میشکنه، برو از همسایت که بهش اطمینان کردی کلید رو بگی، از در گاشپزخونه، از در چیز، میدونی این خونه های آمریکا 4-5 تا در داره، و اون وقتا چه لذتی میبردیم، گفتیم به نگاه کن که این خونه ها حیات داره ولی دیوار نداره. حالا بعضی وقتا احساس میکنیم که ای کاش دیوار داشت، اون دیواره بالاخره یک چیزی با خودش میابرد، یک چی بهش میگن، خصوصی بودن، یه حریمی رو با خودش میابرد. ببینم چی میگه افشین. افشین میگه سعید جون، دوست خوبم، فرمودی آموزش، آیا هیچ تحصیل کرده ای از این کارا نمی کنه؟ باریکلا این افشین، حالا هی برو فیلم سینمایی بذار، اینا رو باید بیای تو تلویزیون بگی، یه نسل جوانتر از ما هستی، چهار تا مثل خود تو جمع کن بشین این بحثای اینجوری را بنداز، خیلی قشنگ به مغز من نمیرسی که آقا اونایی که میگن باید آموزش بدیم، باید با سواد بشین بشن، مگه با سوادا این کارو نمیکنن؟ آقا این آقای وودی آلن، این چی میگن نیم متری، رفته بود یه دختر کوچولویی رو با همسرش آورده بود که این دخترمون باشه، بعدن همسرش فهمید که این با این دختره، بله خب وودی آلن حالا با سواد که هیچی تو سرش بخوره، هنرمند، چون تا کلمه هنرمند ما میگیم دنبال یک احساس، یک شعور، یک فهم به اصطلاح معنوی میگردیم، درسته؟ این آقا این کار کرده. یه سناتور دیگه ای بود تو آمریکا، رفته بود یه دختری رو خریده بود، آورده بود تو خونش نگه داشته بود، ولی چون قانون میدونست ثبت کرده بود که توی اون ایالت مثلا برسه به 18 سالگی تا این بتونه یه کاری کنه. دوستان هنوز این سوال از سوال من از شماست که اگر امروز یه دولت ایران یا یه شخصی که در رأس کاره تصمیم بگیره اسم ایران رو عوض کنه، بذاره مثلا یخ در بهشت، و دلیلش این باشه که ما میخوایم با گذشته قطع رابطه کنیم، شما به این شخص چی میگید؟ به این دولت چی میگید؟ میگید بیوطن، خائن، مزدور، چی میگید؟ اینا رو بنویسید، جمع کنید، آخر برنامه براتون میگم. کم کم داریم به ساعت 3 بعد از ظهر میرسیم. قرار من با این دوستمون اینه که بین برنامه من این دوستمون گفتار عقل بشر رو که یک مجموعه از مطالعات و تحقیقات 16 سال به اضافه 70 سال به اصطلاح تجربه خودشون، اینا رو چون 70 سال زندگی کرده بعدن فهمیده که بابا اینجوری اینها 16 سال چرا رفته تحقیق کرده، اینا رو به من و شما داره مجانی میده. ببینید چی نوشته، با چند مثال کل یک جامعه زیر سوال نمیره. این آقای مجید گفته جناب سوری یک برنامه سر همین جریان بذارید تا در موردش بحث کنیم. مجید جان تو رو خدا از امروز شروع کن، نگو شما یه برنامه بذار، بگو من میام یه برنامه میذارم، چون همین پتیک دوست خوب من گفت آقا این کارو بکن اون کارو کن، گفتم چقدر خوب شما این کارو بکن، دو هفته انجام داد گفت آقا اصلا نمیرسم نمیتونم. یادمه این از محمد علی یاد گرفتم سالها پیش،
آقای رضا شیرازی حالا رفته ایران ایران. اگه برنامه رو میبینی رضا، سالها پیش این رضا اومد توی میتینگی که داشتیم صحبت کرد، گفت آقا ما باید یه برنامه‌ای بذاریم اینجوری اونجوری. محمد علی گفت عجب پیشنهادیه، مثل کی؟ گفت مثل این بیل اورایلی. گفت اوکی شما بذار. همه یه نگاهی به هم دیگه کردن، خود رضا از همه بیشتر مونده بود که آقا من کجا، بیل اورایلی کجا؟ البته بیل اورایلی هم گندش در اومد کردنش بیرون، خیلی ناراحت نباش. بالا هم بخون جناب سوری چشم. آها یکی از اشکالا اینه، من یه عکسی از این میگیرم به خاطر همین میام تو این کامپیوتره که بزرگتره بخونم. از شما عذر میخوام اگه بالاش یه چیز دیگه نوشته بودی که من بدونی که اونو بخونم، آمدم پایینتر رو خوندم ببینم چی نوشته. بله اینجا آه یه چیز دیگه هم اینه، من مثلا تو برنامه میبینم 6 نفر 7 نفر آمدن اینجا نوشتن و رفتن، بعد که برنامه رو عوض میکنم یوتیوب میذارم میبینم نوشته 29 تا کامنت هم اون زیره. اینا رو ما احتیاج داریم به یک کسی مثل میزنم، همین آقای مجید نوروزی بگه که سوربی during your program مثلا یعنی در حین برنامه شما من مسئولیت فیسبوک رو قبول میکنم. اگه یادتون باشه من این پیشنهاد رو با کانون آوا هم کردم که یه نفر که میاد مهمون میشه مثل آقای مهداد ساغرچی، یه نفر مثل آقای محمد کرمی، مثل آقای محمد رزاقی، مثل آقای عیسی آزاده، اونا این جوابا رو بدن. اگه یه جوابی بی ربط تو چیه اصلا بهش بگن دوست عزیز قبل از اینکه ما بلاکت کنیم بیرونت کنیم پاک کن، تا اون پاک کردین هم پاک کن. اگر سوال درستیه براش بنویسن که سوال شما سوال خوبیه، ما در این مورد میپرسیم به شما میگیم یا خودمون جواب میدیم، اگر نظر داده بگن نظر شما نظر خوبیه، در موردش مشورت میکنیم با مسئولین باهاتون تماس میگیریم. ساعت 3 بعد از ظهر اجازه بدید بریم این قسمت از برنامه عقل بشر رو با هم ببینیم و بشنویم. بفرمایید دوست عزیز از خلیج فارس. با درود و سلام به گفتار پیرامون عقل بشر ادامه داده و امروز مسئله عقل و گریبانگیریش با احساسات دینی و مذهبی را بررسی میکنیم. در گفتار قبل سخن پاپ جون پول را به همجنسان به همجنس بازان در کشورهای اسکندیناوی یادآوری کردم. او گفت دین را باید قبول و یا رد کرد. این عین واقعیت است، اما در طی تاریخ هر کسی که دین را رد کرده سر به نیست شده. اگر دین هم تغییر کرد و فرد به دین پیشین پایبند ماند، سرش از گردن جدا می شود. حوادث تاریخ نشان می دهد که در آغاز دین و یا هر عقیده یک پیروی از اندیشهی به خصوص می باشد که توسط حکمران یا سلطه‌گر با زور و فشار به مغز فرو رفته و در آن ذخیره می شود. در کشورهای به اصطلاح دموکرات امروز و استعمارگران دیروز این مسئله تغییر یافته. همین کشورها به بهانه انتشار دین مسیحیت در کشورهای دوردست و ناتوان و تنگدست بیشترین کشتارهای عمومی را انجام و خونین رنگ بر صفحه‌های تاریخ ثبت کردند. امروز در این کشورها و مستعمره‌هایشان عقیده فرد مهم نیست، وسایل نو به کار گرفته شده. پیروی انسان از قانون حکمرانان صاحب منفعت هدف و منظورشان است. سیستم حکمرانی این دولت ها از گفته معاویه بن سفیان مؤسس خلافت اموی ها در شام پیروی می کند. این شخص که تاجر منش بود توانست با نصیحت فارسی ها و رومی ها نه فقط خلافت را برباید بلکه اسلام را تغییر داده و به شکلی درآورد که امروز تمام مذهب هایش به ارث برده و عملا اجرا می کند. یک گفته معاویه این است، او گفت رابطه میان من و مردم مانند یک تار موست که هرگز قطع نمی شود. وقتی مردم شل کردن من سفت می کنم، وقتی آنها سفت کردن من شل می کنم. این اندرز را حکمرانان مسلمان امروز هرگز اجرا نمی کنند. آنها می کشند تا هر چیز و همه چیز در دستشان سفت بماند. مثالش شاهنشاه آریامهر بودند که در سخنرانی اظهار داشتند هر کس نمیخواهد به حزب رستاخیز بپیوندد به هر بهش دره‌ای که میخواهد برود و ما گذرنامه‌شان را مجانی صادر میکنیم. نتیجه این شد که خودش همه کس و همه چیز را ول کرد و به بهش دره رفت. معاویه در سیاست استاد بود. گفته دیگرش که معروف نیست این میباشد،
تا وقتی که مردم در اداره دولت دخالت نکرده اند، من هم در رابطشان با خدا و عبادتشان دخالت نمی کنم. تصور کنید خلیفه مسلمانان آیین عبادتی را که موجب کشتن بی عقیده ها بوده و به خلافتش رسانده مهم نمی شمرد. نگهداری سلطنت برایش مهم بود. آری، این از سیستم حکومت کردن. معاویه دینی ساخت که نامش اسلام بود، ولی روشش سیاسی و سیستمش دگرگون. تا حال در تمام کشورهایی که با نام اسلام حکمرانی می کنند همین روش و سیاست معاویه ادامه دارد. اسلام فقط در گفتار و وعظ و بر سر منبرها شرح داده می شود. اولین جنگ میان مسلمانان در دوران معاویه رخ داد. او برای دستیابی به سلطنت و نشستن بر تختش هر کاری را که می توانست انجام داد و آخرش هم موفق شد. توانست ایمان نیمی از مریدان و مسلمانان را در سال 32 هجری به سود خود گرایش داده و بر روار به میدان جنگ برادر و همکیش کشی بفرستن. از آن روز نفاق و دورویی در میان مسلمانان رسمی شد و تا حال همینطور باقی مانده. در حالی که از عدالت و مظلومیت امامان سخن میگویند، ظلم و ستمکاری و فساد را همین مدعیان اجرا و ادامه میدهند. در حالی که به قاتلین امامان لعنت و نفرین میفرستند، با رفتارشان عملا از رفتار و کردار بیدادگران و قاتلین لعنتی جهنم رفته تبعیت میکنند. در مراسم عزاداری برای امامان مظلوم میگریند، ظلم بیکران خود را حس نمی کنند و از دیدن مظلومان نه رفتار خود پلک چشمانشان هم پر نمی زنند. بارها پرسیدم این همه وعظ و نصیحت و سربریدن و دست قطع کردن تا حال انسان را به وابستگی و اجرای اصول وادار نکرده، پس چه باید کرد؟ چرا و روشی را میبایست تغییر داد که اسلام و یا دینهای دیگر مانند اصولش در کتابهای مقدس باشند؟ وقتی که قرآن را میخوانیم، البته نه توتیوار و یا تکراری مانند ضبط صوت، بلکه خواندن، فهمیدن و درک و بحث کردن، آنگاه ضد و نقیزها را میابیم. شروع به اظهار رأی میکنیم، بحث کردن ممنوع و پژوهشگر کافر و زندیق شناخته میشود یا او را مجتهد می نامند. به دین ترتیب مذهبی جدید تأسیس می شود و با سپری شدن روزها و شبها به عقیده غیر قابل بحث مبدل می گردند. در نتیجه پیروان یک دین در مذهبها متفرق شده و با یک دیگر به ستیز و جنگ و برادر کشی برمی خیزند. هر طرفی خود را درست می پندارد. اجازه دهید نتیجه یک اجتهاد مجتهدین را بنامم. همه بینندگان محترم نام مذهب و یا دین بهایی را شنیدن. چند تن از شما تحقیق کرده تا بدانید این عقیده از کجا سر در آورد؟ چگونه پیدایش کرد؟ تأسیس شد؟ گسترش یافت و به شکل امروزش رسید؟ تاریخ این عقیده دوران معاصر و نزدیک است. حقیقتش در سندهای بسیار یافت می شود. می توان به سادگی پیدایش و سبب انتشار و حقیقتش را یافت. با این واقعیت مریدان به مؤسسینش صفتهای فوق العاده دادند. بهائیت مورد استفاده نیروهای سلطه‌گر و استعمار انگلیس قرار گرفت، درست مانند بقیه عقیده های دینی و سیاسی که مغز انسان را خارج از ارادهش در اختیار یک سلطه‌جو و سپس سلطه‌گر قرار داده است. در تمام دنیا تبلیغ کرده و مرید می‌یابند. امروز با این همه پیشرفت علمی در چین بیدین و کمونیست سابق و در میان بومیان سیاه پوست استرالیا بهائی میابیم. امیدوارم در گفتارهایی در آینده تاریخ پیدایش مذهب دین بهائی را که نتیجه اجتهاد شیخهای دین در کربلا، بله کربلای معلا و نه انگلستان و آمریکا بود، برای شما مفصلا شرح دهم. چند سال پیش یک شیخ از دانشگاه الازهر قاهره کتابی تألیف کرد که هر جمله اش را با سند و منبع به رشته تحریر درآورد. شیخ دین به این کتاب قریش از قبیله به دولت مرکزی عنوان داد.
در این کتاب شیخ دین شرح می‌دهد چگونه پس از فتح مکه و تأسیس دین اسلام در مرتبه عقیده‌ای برتر جهت سلطه‌جویی و تسلط در فتح‌های اسلامی مورد استفاده قرار گرفت و یک دین که آغازش مسالمت آمیز و دروزش صلح‌خواهی است به یک نیروی استعماری مبدل شد. امروز این فتوحات را برخی از دانشمندان مسلمان جنگ‌های استعماری نامیده‌اند. مسلمانان خازوق خورده از اعتراف به این حقیقت ناتوان هستند. شاید فکر کنید این پدیده مربوط به گذشته است و امروز انسان روشن فکر شده و عدم تسلط بر مغز به سادگی گذشته نیست. جنبش و یا دین راجانیشی را نام میبرم که مریدانش اورنج پیپل نامیده میشدند. اواخر قرن گذشته در ولایت اورگون آمریکا اردوگاه دینی داشتند. یک استاد فلسفه هندی هزاران تن را از تمام دنیا به عقیده خود گرایش داد و علنا آنان را بره کرد. ثروتشان رو بود و با رضایتشان با مریدان زن معاشرت جنسی انجام داد. در صفحه های اینترنت و یوتیوب می توانید این عقیده و رفتار و ثروت مؤسسش را بررسی و تماشا کنید. بامدادان هر روز با رانندگی در 148 اتومبیل رولز رویز و تغییرشان یک برنامه نمایشی اجرا می کرد و مریدان را مجذوب خود می ساخت. پیروان هنگام دیدنش اشک‌ها می ریختند و آه‌ها می کشیدند. این مشروعی دینی در 20 سال پیش انجام گرفت. اغلب مریدان فارغ التحصیل‌های دانشگاهی و نه آدم‌های بی سواد بودند. بینندگان مقیم کالیفرنیا بروند بررسی کنند تا بدانند و به ما هم اطلاع دهند در عرض نیم قرن گذشته چند مذهب که در آمریکا به آن چرچ می نامند در آنجا پیدا و ثبت شده و مؤسسینش از گله ها چقدر ثروت رو بودند. ممکن است کسی به من شهر دهد چرا من باید به این عقیده و یا آن مذهب دینی و یا سیاسی پایبند باشم؟ چرا باید این همه مدعیان نمایندگی و سخنگویی از طرف خداوند در میان ما باشند؟ با ادعایی بدون سند 124,000 نماینده با دستورهای گوناگون و ضد نقیض را چرا خدا برای مردم فرستاده؟ من کدام را باید باور کنم؟ کدام کامل و بی نقص است؟ چرا همه مریدان دینها عقیدشان را درست و برتر می دانند؟ اگر یک خدا اینها را فرستاده چرا دستورهای جور و جور و معیارهای مختلف داده؟ چرا پیروان این پیامبران باید با هم بستیزند، اختلاف داشته باشند و با توسل به نام خدای آفریدگار آفریدهش را سربنیست کنند؟ از هنگام پیدایش اجتماعهای انسانی تا حال کدام جنگ به بهانه تغییر عقیده و یا خلاف با عقیده دیگر صورت نگرفته؟ ظاهر هم خلاف در عقیده و اندیشه بوده و در باطن دزدی و چپاول و تسلط بر انسانها اصل مسئله و تا کنون هم همین است. بارها از رؤسای آمریکا شنیده ایم که به نمایندگی از طرف دنیا سخن گفته و مایل به تغییر و حکمرانی جهان بنابر عقیده خیش هستند. در هر کجا دخالت کرده و دست گذاشتند جز چپاول ملت‌ها و کشتارشان کاری دیگر ازشان دیده نشد. در این دوران به اصطلاح متمدن بودن انسان وای بر روزگاران سابق. در آن زمان بر سر مردم بیچاره یعنی پدر و مادر بزرگانمان چه گذشته است؟ هرگاه صاحب عقیده ای را مورد سؤال قرار دهیم فورا آیه، عبارت و یا لوحی از کتاب مقدس و یا اساسنامه مرامش را برای من می‌خواند. بدون درک آشکار می کند که مغزش در اختیار خودش نیست. بروار، رفتار و توتیوار سخن می گوید. عقیده های سیاسی اثرشان بر مغز کمتر از عقیده دینی نیستند. هر دو در سیستم مغز فرو رفته و افراد را کنترل می کنند. در میان این همه عقیده ها کدام توانستند انسان را خوشبخت کنند یا آدم کنند؟ آدم یعنی از شکل انسان در برابر حیوان به مقامی معنوی و دیگر رسیدن، مقامی که شایانش است، جا و مقامی که میتواند به آن برسد. لکن این سیستم ساخت انسان در روی این کره مانعش شده است. با سوالهایم سرتان را درداندم، ببخشید. امیدوارم
به سوی اندیشیدن روان و خودشناسی را مد نظر قرار دهید. شادی همیشگی شما را آرزومندم. بسیار ممنون از این دوستمون. شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، گفته های خودتون، تجربیات خودتون رو به دیگران منتقل کنید. این کار یه عشق و یک علاقه باید داشته باشید، اون عشق معلمیه. من بارها یه ویدیویی دارم، اگه خواستید ایمیل بزنید یا روی فیسبوک میذارم، که بعضیا میگن آقا چرا ما با برنامه بذاریم، زحمت بکشیم، پولم بدیم. منشون تعریف میکنم اوایلی که من رفتم دبیر شدم، این ماجرای جهاد چی بود خدایا، جهاد سواد آموزی اینا راه افتاده بود و اون موقع مسئله بنزین و جنگ و این چیزا بود. ما با دوچرخه، من بودم، آقای بزرفکن بود یا آقای دیگه‌ای بود، الان اسمش یادم رفت، اصغر ابراهیمی بود، اینها میرفتیم توی دهات نزدیک شیراز، کوهنجان، نمیدونم کنجون بهش میگفتن به شیراز. خلاصه بعد که میرفتیم اونجا، حالا روز جمعه بود که برای قرار و تعطیل باشیم بریم باغ و دشت و اینها، مجانی میرفتیم اونجا، دیگه کسی حقوق بهمون نمیداد. بعد که میرفتیم میدیدیم این بچه‌ها هوش و حواس گوش دادن به به چیز درس رو ندارن، فهمیدیم اینا گشنه هستن. براشون نون و خورما هم میخریدیم میبردیم. یعنی شما اگه عشق معلمی تو وجودت باشه، برنامه که میذاری، این با آقای کیوان نژند هستن، برنامه که میذاری برای بیننده ها شربت و چایی هم میاری، برای دانش آموزان نون و خورما و شیرینی هم میاری. و درسته که گفتن که مهر معلمی، نمیدونم اگه اینجوری باشه بچه گریزپا رو میاره، ولی باید این به اصطلاح یه چیزی هم بهش داد که مهر رو بهش ثابت کرد. ولی شما با تنبیه بگو آقایی که گشنه هستی، بچه‌ای که گشنه هستی، بشین اینجا این تابلو سیاه رو نگاه کن. این تابلوی که نگاه میکنه اون عکس نون میبینه، عکس خورما میبینه، عکس نمیدونم کالباس میبینه، هر چیزی که شما تو مغزتون باشه. گفتم درباره این هر چی که میخواین اسمشو بذارین، این کامپلیمنتری سرتیفیکیت یا گیفت هست، یعنی یه هدیه‌ای هست که این هتل، ببینید اینجا آمریکا اینجوری آمریکا شده، این هتل میگه که من دو شب مجانی میدم به این سازمان، بعد میدونه که توی اون برنامه یا توی این برنامه اسمش گفته میشه. یعنی حقیقتا با این دو شب مجانی، بله ممکنه اتاقی هم که خالی میخواد بمونه میده به من و شما، ولی اسمش گفته میشه. اون وقت این شرکته که داره کمک میکنه به زنها، به بچه های بی سرپرست، اینایی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ببینید اینجا اون چیزی که سعید کاووسی گفت، این حل شده، این گذشته. اگه طرف رفت فوتبال درست بازی نکرد، میاد میگه اشکال از من بود. اون شب داشت توضیح میداد، میگم نمیدونم فلانی گوشه، حالا من فوتبال هم بلد نیستم، فوروارد فلانه، اون یکی فلانه، بگی به من پاس بده. میگم آقا کار تو اینه که توپو جمع کنی به ما پاس بدی، حالا تو به ما میگی من به تو پاس بدم، کار دنیا عوض شده اینجوری. در صورت دوستان از ما بلدم نیستیم تبلیغ کنیم. علی جان اگه قبلا برنامه رو ندیدی و الان داری میشنوی، من راجع به اون چیز فیسبوک صحبت کردم، خیلی ساده است، ولی مطمئن باش از صفحه خودت وارد فیسبوک بشی و گولت نزد باشه. دبل تری یه هتل معروفیه که با هیلتون هتل اینا افیلیت میکنن. این کلمه افیلیت ما تو ایرانی اصلا نداریم، چون هیچ که با هیچ که کار نمیکنه، همه خودشون رستم دستانن، ماشاءالله همه هم میرن میزنن بچهای خودشون سهرابا رو میکشن. و اینه دوستان، اگر خواستید دو شب هتل، بذارید عکساشو بهتون نشون بده، دو شب هتل تا سال 2018 هم وقت دارید، تا آپریل سال 2018 هم وقت دارید. و این اگر گفتم بیشتر از 300 دلار ارزشه، ولی اگر شماها 150 دلار بدید، ما اینو برای شما میفرسیم، یا احیانا اینجا هستی میان در خونت بهت میدیم، یه چایی هم میخوریم، یا شما بیا در خونه ما یا آبجو بخور. بالاخره این کمک میشه به دو تا سازمان، یکی شلتر هاوس. دوستان من اگر از اینا طرفداری میکنم، منظورم این نیست که بگم توی آمریکا هم دختر 12 ساله میدزدن، گولش میزنن، میبرن تو هتل، معتادش میکنن، فاحشه ازش میسازن. منظورم دفاع از آخوند نیست،
من میگم من و شمایی که میدونیم آخوند پدر سوخته هست این کارو میکنه، حالا اینجا که هستیم دستمون به دهنمون میرسه به چند نفر کمک کنیم. اینو من اگر براتون وقت کنم بخونم، مینویسه که در هر نمیدونم والا چند دقیقه‌ای توی آمریکا چند تا ریپ یعنی تجاوز انجام میشه. و یه چیز دیگه بهتون بگم، اگر باورتون اصلا باورش مشکله، که خیلی هاش توی خانواده ها هست، توی فامیله. الان دیدم تو روزنامه‌های ایرانی هم یه پدری رفته به دختره داشته تجاوز میکرده، مادره میاد میزنه مردره میکشه. خب حالا دیگه تو ایران هم که حکومت مرد سالاریه، اون زنم بیچاره چی میشه. خیلی از اینا تو آمریکا چون طلاق و ازدواج مجدد و اینها هست، اینا درست اسمش گذاشتن استپفادر، ولی بعضی از این ناپدری ها واقعا این کلمه ناپدری تو ایران درست بود یا نامادری درست بود، اینا هیچ وقت نمیتونن مثل پدر یا مادر حقیقی باشن و یه کارایی میکنن که آدم وقتی میشنوه اصلا مغزش سود میکشه. حالا ما رو بگو، ما میخوام رو تبلیغ کنیم اینو بفروشیم $150 یا بیشتر، دو شب هتل توی ویلیامزبرگ. برای عکساشو میذارم دوستان زیر فیسبوک، روی یوتیوب نمیدونم چجوری. در صورت کسانی که این اطراف هستن، اطراف ویرجینیا، مریلند، کسایی که میخوان برن ریچموند، کسایی که بچهشون دانشگاه های اینجا میره و شاید میخوان برن ویلیامزبرگ بمونن، برنامه فارغ التحصیلی، برنامه شروع مدرسه ها هست، بعد یا میتونید اینو بخرید به کسی گیفت بدید که اینجاست، دوز حاضر، بوزم حاضر، بخرید به من گیفت بدید، من میرم اونجا. $150 شما بدین، اونو به این شرکته میدیم. دو تا شرکت، یکی شلتر هاوس، یکی دیگرش هست CIWL که استند میکنه برای Center for Improving Women's Life. زنها توی آمریکا خیلی وضعشون بده، از لحاظ زور گفتن، از لحاظ کتک خوردن، از لحاظ زدن، حالا توی ایران هم از این بدتر، ولی من فعلا تو آمریکا هستم. شما میخوای به ایرانی ها کمک کنی، امیدوارم این گفته من باعث بشه بگی گور پدر این زنهای آمریکایی سوربی، من میخوام برم به ایران کمک کنم. برو کمک کن. خیلی خوشحالم مجید نوروزی و افشین یه بحثی رو روی و آقای نوری یه بحثی رو روی فیسبوک دنباله همین شما. اولا اون وقت حالا کجا بودیم؟ ما گفتیم نظر شما درباره قاتل 8 سال کودک 8 ماه چیه؟ حالا امروز تو بحث امروز که نظر ما، نظر شما درباره این کسی یا این دولتی که میخواد اسم ایران رو عوض کنه و با گذشته رفع به اصطلاح قطع رابطه کنه چیه؟ خب ما دیگه ایرانی هستیم. مجید میگه که سوال خوبی نیست، اصلا این عمل مشکل جانبی است، این مشکل خود زائیده مشکل اصلی است. باید سوال کرد که این ناهنجاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی از کجا ریشه داره. عکس مجید رو دیدم با اون بین شیکاگو، نمیدونم تو آمریکا زندگی میکنه یا هر جای دیگه، و دیدم که خودش و همسرش گویا در کارهای تهیه برنامه هم به اصطلاح دستی دارن. خوشحال میشم که هم ما از کارهای شما استفاده کنیم، هم شما از سرویس و خدمات تلویزیون مردم. در هر صورت دوستان یه بار دیگه یا این عکس رو بذارید من بهتون نشون بدم، چون اینجوری میدونید که آمریکایی‌ها میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه هست. اینو بیارم اینجا برای شما، پلیر 5 اینجا، پلیر 5 بله. اینو حالا روی چیز شما میتونید نگه دارید ببینید. من برای که خودم این عکسایی که عمودیه یک کمی باهاشون مشکل دارم، میام عکس‌ها رو دو قسمت میکنم، ولی برای که مطمئن بشید یه قسمت پایینشو تو قسمت بالایی بعدی هنوز بدونید که اون طرف ببینه این وسط شما گولش نزدید، چیزی رو از بین نبردید. ببینید من الان اینجا اینو میارم، این قسمت بالاش رو برای شما بزرگ نشون میدم، ولی نگاه کنید اینجایی که مثلا نوشته valid until April 2018، اونجایی که نوشته این جایزه complimentary certificate اعتبار داره تا April 2018، ببینید یه کاری میکنم که تو این پایینی هم دیده بشه، شما این دوتا رو بدونید که اینها چیه، بالا و پایین یک کاغذه. خوشحال میشم اگر آقای مجید نوروزی با آقای افشین
تماس بگیره با آقای نوری، اینا یه برنامه‌ای درست کنن از سرج گوشه جهان، منم اینجا فقط بشم. این وقتا این تلفن چیا میدونیم خانوما آقایون اینجوری بود، شما زنگ میزدی میگفتی شهربانی، این یه دوشاخه نه یه چیزی رو اینجوری میکرد تو این، شما رو وصل میکرد به شهربانی، بعد میگفت بیمارستان، اینو وصل میکرد به این. ما این کار رو اینجا انجام میدیم و تو اون برنامه شما میایین به عنوان سه تا ایرانی با سه تا عقیده مختلف صحبت میکنید مثل سه تا دوست. یادشون باشه اون احمقی که میاد میگه آقا روز انتخابات، میگم آخه مردک من اصلا خبر نداشتم که امروز. بعد ما خیلی حالا طرفدار فشن و مد هستیم که امروز چون روز جهانی زنه این لباس بپوشیم، امروز چون انتخابات اونو بپوشیم، امروز چون روز طرفداران گی هست ما اینو بپوشیم. برو آقا خجالت بکش بدبخت احمق، همین احمقای مثل تو 57 سال حکومت دستشون بود، گند زدید، خراب کردید. احمقای مثل حخا با این چاپلوسی ها، ببخشید آقای مهبودی، احمقای مثل شما که هر حکومتی شما رفتید هر کشوری رفتید چاپلوسی میکنید که این کشور بهترینه، نمیدونید که دارید خرابش میکنید، دارید از بهترین بودن میارینش پایین. خب این دو شب هتل هیلتون رو حتما تماس بگیرید، اگرم خواستید پول بدید ما بریم، یا اینکه ما اینو به یک کسی جایزه بدیم، تلویزیون مردم بگه هر کسی مثلا قرعه‌کشی شرکت کنه اینو بهش جایزه میدیم. نام ایران و قطع رابطه با گذشته، اینا هنوز خط نمیزنم تا ببینید. دوستی که از اورشلیم زنگ زد اجازه بدید پیامش رو پخش کنم ببینم اینه یا اونه. آقای مصطفی زاده و این دوستمون اسمش هم هست ربای رحیمی و اسم کوچیکشون فکر کنم هست آویهای رحیمی و من از ایشون دعوت کردم امروز بیان تو برنامه، گفتن که ما کلیمیا الان در حالت روزه هستیم و نمیتونیم بیان. در صورتی که آقای رحیمی من فکر میکنم روزه موقعی درسته که شما کارهای معمولی تو انجام بدی روزه رو هم بگیری. البته من همین سوال از آقای دکتر افشارها کردم، ایشون گفت که من چون ماه مبارک رمضان هست برنامه نمیذارم که وقت خدای نکرده گناهی مرتکب نشم، کسی ازم آزرده نشه. گفتم شما دوست عزیز باید همیشه همینجوری باشی و به شوخی هم گفتم مثل من که همیشه بد هستم و همیشه همه از من آزرده میشن، شما همیشه باید خوب باشی. در صورت اگر بتونیم هفته آینده با این دوستمون یه برنامه میذاریم ببینیم نظرشون چیه و پیامو پخش کنم. فعلا آقای سوربی رفاهیمی هستم، از اورشلیم با شما صحبت میکنم. برنامه آقای زیای مصطفی زاده رو از هلند با شگفتی نگاه کردم، با عنوان یک فردی که به هر حال کارشناس مسائل یهودیت و مسائل دیپلماسی فرهنگی هستم، جدی شگفت انگیز بود از نظر من برای فردی که باید فرهیختگی خودش رو و روشنگری خودش رو در این برنامه نشون بده، به چگونه میتونست برحال تنها قاضی بره. و جالب اینجا بود که فرد دیگه ای رو شما در نظر نگرفتید در این گفتمان که بتونن اگر از نظر مسائل گفتگو ادیان هستش از بله. دوستان اگه این پیام قطع شد برای که ایشون با فیسبوک پیام میذاره و از سیستمی که استفاده میکنه هر یک دقیقه قطع میشه. اتفاقا وقتی اینو برای آقای مصطفی زاده فرستادم، آقای مصطفی زاده میگه من برنامه‌های زیادی داشتم، ایشون نمیدونم راجع به کدوم برنامه صحبت کرده، منم نمیدونستم آقای مصطفی زاده رو فیسبوک هست یا نه. اگه روی فیسبوک بود پیام ایشون رو از طریق فیسبوک باهاشون شیر میکردم، این مشکل حل میشد. در هر صورت براشون بعدن عکس گرفتم فرستادم. بعد آقای مصطفی زاده منم همینقدر پیام گرفتم و من اینجا چیزی رو قطع نکردم. خلاصه و لب مطلب
آقای ربای این فیلم رو بعد از 5 ماه 6 ماه لابد توسط دوستانش یا خودشون تصادفاً، چون ما ایرانیا همیشه تصادفاً برنامه ببینیم، اینجوری نیست که من از 3 ماه قبل تصمیم بگیرم بلیت بخرم برم کنسرت تام جونز، میگم ای بابا حالا خدا رو چه دیدی شاد تا 3 ماه دیگه بابام فوت شد، $50 $60 $100 بدم بلیت. ما یه دفعه تصادفاً یه دوست میگه آقا امشب کنسرت ها نمیای، میگم نه بابا تام جونز گور پدرش، مردی که پدر سوخته پیر مرد، میگه آقا من یه بلیت اضافی دارم، میگم آقا اصلا من سالها عاشق تام جونز بودم کی بیام، برو بریم. در صورت فکر کنم این آقای ربایی هم تصادفاً برنامه های ما رو دیده. ربایی عزیز شما اگه با من یه مقدار بیشتر آشنا بشی میدونی که وقتی من راجع به یه چیز صحبت میکنم اول از دوستان مخالف اون سوال میکنم، دعوت میکنم که بیان به ما بپیوندن. ما توی این تلویزیون یه ربایی داشتیم از نیویورک، بعد خود این ربای مشکل پیدا کرد، حالا نمیدونم مشکل قانونی بوده، مشکل خانوادگی بوده، مشکل اجتماعی بوده، و در هر صورت ما اینجا برنامه ادیان نداریم. ما مثل تلویزیون پارس مدرسه موشها را ننداختیم. آقای دکتر نمیدونم میرزا آقاسی حمید رضا آقاسی رو بیاریم، دکتر اون شیرازیه که یک کمی هم مثل من مشنگ شده بیارم، اون آقای ارمنی، ما از این برنامه نداریم. آقای مصطفی زاده یه برنامه رو گرفته یا مهمون آقای افشارها بوده یا یکی دیگه آمده درباره یه تاپیکی صحبت کرده. شما هم میتونید گوشه به گوشه، نقطه به نقطه این برنامه رو گوش کنید، بگید که آقای مصطفی زاده گفت این غلط، آقای مصطفی زاده گفت اون غلطه، آقای مصطفی زاده در دقیقه 22 گفت که یهودیا این کتاب آسمانیشون چه کتاب آسمانیه که همیشه بازه و خودشون مثل کتاب تاریخ می‌نویسن، مثل کتابای حافظ بود که تو خونمون هر کی دنیا میمد کنارش می‌نوشتن، گاهی وقتی هم یه بیت شعر می‌نوشتن بعد نفر بعدی فکر می‌کرد این شعر حافظ و اینها بمانه. در اصل شما میتونید بیاین، ولی شما گفتید مناظره این اون حالت جر و بحث و دیبیت، حالا من نمیدونم مناظره واقعا به جر و بحث میخوره یا فقط مثل دیبیت اینها. دیبیت اینجا اینجوریه، یه نفر میاد میگه آقا ما اگه مالیاتو از 6% بکنیم 10%، مشکل مدرسه حل میشه، مشکل اتوبوس حل میشه، مشکل این حل میشه. یکی میاد میگه نه آقا اگه این مالیاتو زیاد ببرید بالا اتفاقا گرونی میشه فلان میشه، اون وقت شما این وسط تصمیم میگیری. اگه بحث و گفتگو اینجوری به عنوان دیبیت که توی فارسی معنیش مناظره هست میتونیم دعوت کنیم، من ترجیح میدم شماها با خودتون ردیف کنید، دعوت کنید، بعد به من بگید که اینجوریه. اینجا ما به همه گفتیم یه هزینه خیلی کمی داره، ولی چون شما کلیمی هستیم، ما شیرازی ها با کلیمی ها خیلی دوست هستیم، ارادت داریم، و شما باورتون نمیشه من 22 سالم که بوده کلیمی ها میخواستن منو ببرن اسرائیل. حالا چرا این کلیمی ها اون موقع ایران گل و بلبل رو هی میگفتن خوبه، میرفتن اسرائیل و تازه مردم عادی رو دعوت میکردن بره اسرائیل بماند، بابتش پولی میگرفتن، اینها من نمیدونم، و میدونم که کلیمی ها آدم های حسابگری هستن، یه مقداری هم علاقه زیادی به پول دارن. یک بار شما مهمون ما باشید آقای ربای، اگه آمدید و دیدید مثل امروز که ما یه بحثی رو شروع کردیم راجع به چهارشنبه یا جمعه هفته گذشته اینقدر دوستان دارن درباره صحبت میکنن، اگه شما دیدید سرویس ها و خدمات اینترنتی مردم خوبه، شما ویدیو درست کن، برنامه بذار، تبلیغ کن، بیا اینجا استفاده کن. بعد از اینکه من با آقای مصطفی زاده تماس گرفتم، آقای مصطفی زاده جواب داد، جواب ایشون رو برای اینا فرستادم، دوستان اینا کاره، اینا وقته که من دارم اینجا انجام میدم. حالا اسمشو وظیفه میخوای بذاری؟ بذار. اسمشو خدمت میخوای بذاری؟ بذار. ما این کارا رو که انجام میدیم امیدمون اینه که بیننده ما انقدر با شعور باشه، با فهم باشه، بگه آقا اینم باید نون بخوره، اینم باید پول آب و برق بده، من این $100 $50 یا این $150 $300 رو میدم که کمک بشه به تلویزیون مردم و کمک بشه به این شلتر هاوس، خودم هم میرم 2 روز تفریح. در هر صورت شما مهمون ما باشید هفته آینده، ولی 2 تا پیام ایشون گذاشته و دقت کنید سیستم ایشون قطع میشه، میگه بازم قطع شد، درست سر 1 دقیقه پیام میذاره، ولی لب مطلب اینه که ایشون میگه ما الان ایام یا یوم روزه هستیم، یه روزه نمیدونم کلمی ها چند روز روزه میگیرن، یه دوست کلمی برای من بنویسه، میتونم خودم هم گوگل کنم، ولی و گفتن که امروز و
این هفته نه، هفته آینده سعی میکنم هفته آینده با آقای ربای رحیمی باشم. بشنویم پیام دو پیام امروزشون رو. تشکر از آقای مصطفی زاده و آقای صوفی که با من تماس حاصل کردن. متواصل امروز و فردا من نمیتونم با تون صحبت بکنم، شماره تلفنم رو در اوشانیم برای شما فرستادم، شاید در تو واتساپ بتونیم بیشتر با هم دیگه در تماس باشیم یا از طریق زو. ولی به هر حال اولین بار روز که برنامه آقای مصطفی زاده رو دیدم، امیدوارم برنامه ها بیشتر پژوهشی باشه. من شخصا به عنوان پژوهشگر یعنی اگر فرصت بشه برای مناظره شاید این هفته یا هفته آینده، بعد از اینکه روزه برحال خرابی معبد که در این روز سار از به اتمام برسه حتما در خدمت خواهی بود. خواستان این هستم اگر ممکنه برنامه خودت رو مرغوم بداری در چه زمینه هست، اگر در زمینه پژوهشی هست دوباره با آقای سوربی تو همیشه که خدمت ماست کردم امروز و فردا به خاطر روزه خرابی معبد که پیشاپاد کنده میشه در این روز هست که ما روزه همگانی داریم، من در خدمت نمیتونم باشم، ولی به هر حال شما اگر ممکنه مرغوم بدارید برنامهاتون به چه صورت جدول زمانیتون. من بینم از نظر محدودیت زمانی پژوهشی که دارم و تحقیقاتی که دارم در هر زمینه ای که شما درباره ما صحبت کردید حتما در خدمت خواهم بود. از سکایپ من کمتر استفاده می کنم اگر فرصت بشه. خب دیگه این قسمتی که ایشون یه سیستم دیگه ای میخواد استفاده کنه و اون مشکل شما هم نیست. همین الان پتیک نوشته که کاکو جون سلام، الان در تلویزیون مدال افتخار به سرباز جنگ ویتنام میدهن با چه فر و شکوهی، دقیقاً مثل سربازان و جانبازان ما بیچاره ها و خاک بر سر آن دولت قبلی و فعلی ما. پتیک ممنون و متشکرم. و باز سوال امروز اینه دوستان، اگر حکومت یا روحانی یا خامنه ای یا کسی که قدرت داشته باشه نام ایران رو عوض کنه به این دلیل که میخواد قطع رابطه کنه با گذشته ایران، عکس العمل شما و نظر شما چیه؟ تنبلوازی در نیارید، همون موقع زیر فیسبوک بنویسید یا ایمیل کنید یا زنگ بزنید به شماره تلفن 202-695-2573. هول نشید، اگه تون گفتم بفرمایید، اینجا مینویسم که بتونید، ولی خب اونایی که ممکنه صدای ما رو فقط میشنوه باید آهسته تر بگم، 202 که ایریا کد واشنگتونه 695-2573 202-695-2573 ایمیل info@mardomtv.com یا usa.sorbi@gmail.com فیسبوک. دیگه والا ما همه این امکانات رو در اختیار شما میذاریم. تنها چیزی که ممکنه نتونه ارتباط شما رو با ما برقرار کنه یا تنها چیزها دو تاست، یکی تنبلی یکی بی‌همتی، که دو تاش هم از یه جا سرچشمه میگیره. و اما درباره این آمریکا، آقای میبودی بذارید این فیلمو من به شما نشون بدم، حتما این فیلمو فردا شما میخوای تو تلویزیونت نشون بدی بگی این مأمور جمهوری اسلامیه. نه عزیز من، این مأمور جمهوری اسلامی نیست، این آدمای وطن پرست آمریکایی هستن که مملکت رو ساختن، زحمت کشیدن. من و شما، شما من که نه، من مأمور حکومت نظامی بودم موقعی که انقلاب شد، شمایی که 57 سال دوره شاه خوردی، خوابیدی، خوب زندگی کردی، گند زدی اون مملکت رو، آمدی اینجا امروز هم هی بشینی از اینا تعریف کنی. ببینید این آمریکایی چی میگه دوستان. بذار از اول براتون پخش کنم. What if I went into your neighbor's yard, shot their dog, and told them that you hired me to do that? If you live in the United States, that is what your government is doing to you right now. They're going into country after country. While the mainstream press is strangely silent, they're going to Afghanistan, Iraq, Yemen, Syria, Pakistan, Turkey, Libya, and others. They're simply bombing whatever they want to bomb, killing whoever they... آقای میبودی، دوستان دیگه، میبینید این آمریکایی چی میگه؟ میگه که
فکرشو بکنید که این آقا بره توی حیات همسایه من یا شما سگ یا بچه اون همسایه رو بزنه بکشه، بعد بگی که این به من پول داد من بیام این کارو بکنم. شما چه کار میکنید؟ میگه این همین کاریه که دولت آمریکا، آقای میبودی، دولت آمریکا داره انجام میده. یکم سرتون از روزنامه ایرانی، یکم سرتون از این سلام علیکا و قربون صدقه های قربونت برم آقای میبودی، شما نمیدونم سرت مثل طاووس، دومت مثل روباه هست، اینا رو ول کنید، بیاین ببینید مردم آمریکا الان چی میگن. مردم آمریکا درست شده 50-50، یعنی درست زمان جنگ داخلی آمریکا 150 سال پیش، که یه سری میگفتن باید برده داشته باشیم، یه سری میگفتن بردهداری کاری غیر انسانی است. امروز هم این آقای ترامپ الان میگه من طرفدار ابراهام لینکنم، دروغ میگه این مرده که پدر سوخته. ببینید چه مملکت خوبیه، من میتونم به آقای ترامپ بگم مرده که پدر سوخته. همین جوری که ما آرزومون باید این باشه که بتونیم با آخوندان بگیم آخوندای پدر سوخته، ای کاش شاه هم میذاشت بگیم شاه پدر سوخته. آقا گفت بلش کن بره. این براتون برنامه ساواک رو میذارم که ببینید طرف آقای شاه سوندیه، سعید شاه سوندی، و یه آقای دیگه میان و این مردک دیوانه احمد فراستی یا اون عوضی که کتاب پرویز ثابتی رو نوشته، اصلا آدم شاخ در میاره. و هم آقای مجید نوروزی نوشته من شخصا تعصب روی اسم ندارم، ولی آیا با تغییر اسم چیزی درمان میشه؟ اگه میشه به چه طریق؟ منظور ایشون راجع به سوال من درباره ایران. مجید جان شما به اصطلاح ممکنه من نتونستم درست بگم یا شما درست درک نکردی، منظور من تغییر اسم نیست. میگه ما میخوایم اسم رو تغییر بدیم که قطع رابطه کنیم با گذشتمون. نظرتون در این مورد چیه؟ پیلا عشق گفتم که بذار اشقابات، به جای ایران بذار اشقابات، به جای عشق، به جای ایران بذار شب در بهشت، نمیدونم یخ در بهشت، به جای پرژیا بذار ایران. اون قسمت دومش که میگه ما میخوایم قطع رابطه کنیم با گذشتمون، به نظر شما چیه؟ و یه بار دیگه از شما، از افشین، از سعید نوری دعوت میکنم و از همه شما بیننده های دیگه که بیان برنامه خودتون داشت باشید. ویدیوهایی که دوستمون فرستاد در رابطه و گرامی داشته دوستش که در ساواک و در دولت جمهوری اسلامی اینها شکنجه شدن و اینها، نشونتون میدیم تا چهارشنبه. ویدیوی آقای سهراب چمنارا رو بعد از برنامه باز نشون میدم، ویدیوی بی بی سی درباره ساواک قسمت اولش نشون میدم. شما اگه مایل هستید قسمت دومش رو حمایت کنید، بارها گفتم یک قدم از شما یا به قول معروف حرکت از شما برکت از تلویزیون مردم، وقتی هم گفتن حرکت از تو برکت از خدا. شما بیا بگو آقا من 5 روز 5 تا $20 میدم، منم میگم خب 2 روزم مهمون من، شما پول 5 روز رو میدید ولی ما 7 روز پخش میکنیم. و اما ببینم که کجای کار هستیم و دیگه چی داریم. بذارید برم سراغ آقای سهراب چمنارا و این نوشته ایشون رو به شما نشون بدم. منظورم اون چارته، چون ویدیو رو نشون میدم، ولی ایشون اصرار داره که چارت همراهش هم نشون بدیم و من بهشون گفتم که چگونه میتونن این چارت یا این عکس همراه ایمیلشون رو به صورت کاور یا به صورت جلد برنامه روی ویدیو قرار بدن. ببینید توی این چارت اون بالا نوشته هدف قانون اساسی حکومت پارلمانیه. به نظر من از بالا باید فلش به پایین میزدید، ولی چون ایشون میخواد بگه که این حرکت حرکتیست ریشه‌ای، گراسروت، حرکتیست مردمی، از پایین به بالا زده این فلش ها رو، این پیکان ها رو. میبینید اینجا نوشتن اهرم چهارگانه هویت ایرانی، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، لوحه کوروش، مقایسه آن با مگناکارتا، ایران دوستی، زبان فارسی، قرآن فارسی با ترتیب تاریخی اسلام ایرانی. و اینجا نوشتن برای اشاعه هدف قانون اساسی با جدایی دین از حکومت
ارکان چهارگانه هویت ایرانی که در 38 سال گذشته در ایران از بین رفته باید دوباره زنده شود. آقای چمنارا تا اینو میگید حرفتون اشتباه میشه، یعنی شبی که انقلاب شد یه دفعه همه اینا از بین رفت یا قبلش هم نداشتیم اینا رو؟ اگه نداشتیم از چه زمانی؟ اگه شما برمیگردید لوحه کوروش، پندار نیک، گفتار نیک، اینا دو زمان مختلفه. گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک مال زرتشت 3700 سال اگه اشتباه نکنم قبله، کوروش 2500 سال قبله. بعد شما میای تازه میگی 38 سال پیش اینا به هم ریخت و عوض شد. نه عزیز من، این اشتباهه. این آدرس عوضی دادن به مردمه و مثل این میمونه. ببخشید خدای نکرده من یا شما دیوانه باشیم امشب میخواییم پیتزا نوش جان کنیم، زنگ میزنیم میگیم که یه پیتزا اینجوری گوشت گیریم، ما جرئت نمیکنیم. از دوستان مینا خانم و اون خانمی که برای ما کباب برگ فرستاد گفت بابا کباب برگ باید برگ درخت رو بزنید کباب کنید. این چیه کباب برگ؟ لاشه مرده میذارید بعدم میگید کباب برگ خوردید. زنگ میزنیم یه دونه پیتزای وجی یا ویگن حتی اوردر میدیم، سفارش میدیم. خب من باید دیوانه باشم، منی که منتظر این پیتزا هستم که بخورم، به اون کسی که میخواد شب، کسی که غریبه با اینجا، آدرس عوضی بدم. به جایی به 1234 مین استریت بگم 4321 اسمال استریت، بعدم بشینم خونه بگم آقا چرا پیتزا نیومد؟ شما داری آدرس عوضی میدی آقای چمنارا. 38 سال پیش درست بودیم ما. بیا با من صحبت کن، برنامه خوبی میشه. جناب سوربی، من دوست و دوستانم طرفدار دموکراسی هستیم سکولار. علی جان در این قوطی دموکراسی رو باز نکن. این کرمای دموکراسی اگه آمدن بیرون، این یه ضرب المثل آمریکاییه، میگن در این قوطی رو که باز کنی این کرما میان از هر کدوم میرن و شما نمیتونی ببندیشا. ببین من و شما داریم تقلید میکنیم، یه چیزی رو شنیدیم حالا اینجا میگیم، میگیم دموکراسی سکولار. دموکراسی کلمه خارجی برای ما، سکولار کلمه خارجی برای ما. شمایی که ایرانی هستی، شمایی که با فرهنگ کوروش، با فرهنگ زرتشت، با فرهنگ آریایی، چرا دو تا کلمه تا حالا برای دموکراسی سکولار نداری؟ و بعد بیا بگو چجوری؟ بگو آقا من علی ترابی اسلام رو ول کردم رفتم مسیحی شدم، دیدم آقا اصلا نمیدونی چی، اصلا بهشته، چرا بری هوا، چرا بیاد پایین، همینجا بهشته و میخوام شماها رو بیارم با این دنیا آشنا کنم. صحبت کن تا مردم بیان به شما بپیوندن. نمیان مردم، مردم دیگه اعتبار ندارن، چون هر کسی مثل شما آمد گفت بهشت، جهنم، دموکراسی، سکولار، فهمیدن خودش از همه بیشتر دیکتاتوره. منظورم شما نیست، شما رو مثال میزنم چون دوستم هستی، سالهای سال میشناسمت و میدونم که من و شما نخوندیم درس سیاست، درس این کلاسهای مختلف، من و شما داریم تقلید میکنیم. خود من یه مدتی فکر میکردم دموکراسی یعنی این که اگه ما یه جایی هستیم 30 نفر رای گیری کنیم آقا چلو کباب میخورید یا مثلا یه چیز وجتبل، نون و پنیر، نون و پنیر سبزی. اگه 20 نفر گفتن نون و پنیر سبزی، ما باید اون 10 نفر به گور پدرشون، اونا تو ماینوریتی هستن، تو اقلیت هستن. ولی اینجوری نیست. دموکراسی درسته که دموکراسی مردم و رأیشون، ولی باید حق اون اقلیت رعایت بشه. اگر نتونیم یه همچین کاری بکنیم که همه اکثریت برسن، اون وقت میگیم آقا این که خیلی ساده است، زنگ میزنی به سورنتو بگو آقا جواد، مرتضی دیگه الان اونجا نیست، آقا جواد 20 نفر چلو کباب میخوان، 10 نفرم نون و پنیر و سبزی و حماس و اینها، مشکل حل میشه. ولی ما میگیم نه آقا، آقا اکثریت رای، شما اکثریت رو قبول نداری، شما دموکراسی رو قبول نداری، بلد نیستی. وقتی بلد نیستیم یک کمی با احتیاط راه بریم. دیدی یه جای تاریک که شما میری یواشتر راه میری. امروز امتحان کن، وقتی تو خونه هستی داری راه میری، به خانمت بگو وایس بغل کلید برق. چرا کلید برق چی بهش میگیم؟ کلید میگیم دیگه. شما داری راه میری بهش بگو حین راه رفتن چراغ خاموش کنه.
آقا خونت ها میدونی کجاست، ولی چراغ که خاموش میکنن یه دفعه وای میسی یواش میری. ما چراغمون خاموش شده، هممون بله داشتیم راه میرفتیم خوبم بلدیم، ولی چراغمون خاموش شده. این چراغ همین آموزشیه که الان آقای مجید و اون سعید و این افشین و اینها دارن میگن. میگه آموزش آقا سواد نیست یک دوتا نمیدونم دوتا چهارتا. آموزش اجتماعی، آموزش سیاسی اینه که آقا میری سوار هواپیما میشی، خوراک میخوری، بعدش تمیز کن اونجا رو. بهتون نشون بدم، بذارید پیداش کنم، اول باید پیداش کنم تا دوم بهتون نشون بدم. و اما dirty airplane، آها اینم دوباره باز ما هر وقت میخوایم حرف بزنیم به این دوستم گفتم بابا من میدونم شما طرفدار ترامپ نیستی، ولی اینجوری که میگی احمقای مثل من فکر میکنن شما طرفدار ترامپی. هر دفعه بگو من طرفدار ترامپ نیستم، ولی دارم راجع به اوباما و کلینتون بد میگم که بگم حاصل اون شد. آقا خانم من طرفدار آخوندا نیستم، اگه طرفدار آخوندا بودم پدر سوخته ها، من که تو ایران الان میتونستم حقوق خوب داشته باشم، بازنشسته باشم، ول کردم 32 ساله دارم حمالی میکنم، کارهای سخت میکنم که آزاد باشم. شما احمقی. اوکی، من الان اگر این تصویرها رو به شما نشون میدم که حتی هواپیماهای آمریکایی، این آقای یزدانی توی یونایتد ایرلاین اینجا کار میکرد و برای من تعریف میکرد که وقتی هواپیما میان از مثلا آلمان اومده اینجا وایساده، حالا بعد یه ساعت اینا کارگرها، ایشون البته تو قسمت تیکتینگ و اینها بود، باید تمیز کنن و اینو مرتب کنن، اون یکی بنزین بزنه، اون یکی جارو کنه، میگفت شما نمیدونید مردم چه چیزایی پشت سر خودشون توی چیز میذارن. والا من نمیدونم این دایپرز، پمپرز، پوشک بچه است، این مرباست، این یکی نمیدونم لیوان چیز آب، اینای دیگه چی چیه، اینا رو ریختن رفتن. دوستان این پروازهای آمریکایی ها، یه وقت فکر نکنید این مال ایرانه، به ایران هم میرسیم. بعد نگاه کنید اینایی که توی هواپیما مثلا پاشونو در میاره، این دمپایشی گذاشته اینجا پاشو در آورده، این نوشته من نمیدونم این خانم خیلی حالا پدیکور زیبایی داشته که اومده این پاشو که مثل موتوره گذاشته اینجا، این یکی دیگه ببینید از اون کنار. ببینید دوستان شما رو صندلی که میشینید مال شما، صندلی جلویی مال نفر جلوییه، شما نمیتونی پاتو از این کنار بیاری بغل دست این بیچاره. این بیچاره اکثرش گذاشت اینجا خواست بخوابه، بوی گند پای شما زیر دماغ اوناست. دوستان اینا تصاویر آمریکایی ها، ببینید این هواپیمای آمریکایی، طرف چیپس خورده، از این چیپسای موزی هم بوده، باقیش هم ریخته اینجا و ول کرده رفته. اینجا هم که دعواهایی که مردم تو هواپیما انجام میدن، این یکی نصف ساندویچ خورده باقیشو گذاشته اینجا و رفته، حالا باز این تمیزه، این یکی ببینید پیتزا بوده چی بوده خورده، بعد بس ریخته پنیرش رو روی اون قسمت کمربندی که جایی که قفل میشه. این یکی حقیقتش من متوجه نشدم این چیه، یه چیزی پاره شده، این موه طرف موهاشو شونه کرده چپونده اینجا، موی سگه، نمیدونم چیه، متوجه نشدم. ولی نشته passenger snapped his photo in the front row of a plane after a fellow traveler left behind a hair wig. نمیدونم این نوشته، میدونید این موهایی که میچسبونن به موهاشون اکستنشن بهش میگن، گویا طرف موی اکستنشنش رو گذاشته اونجا. و ببینید دوستان طرف خوابیده پاشو اینجوری کرده هوا، حالا بازم تو ردیف خودشه، ولی خب این پای شما برای خودت قشنگه، برای دیگران زشته. این خانم نشسته داره ناخوناشو سوهان میزنه، خب تو هواپیمایی که هوا داره سیرکولیت میشه میچرخه، این به اصطلاح خورده های این ناخونها کجا میره؟ حالا دلش خوشه که کتابم گذاشته زیرش، تازه حالا کتابم گذاشته باشه شما فکر میکنین این بعد کتابه رو میریزه توی یک پلاستیکی؟ اینم که دیگه مثل همون دوباره از این وری خوابیده پاشو کرده هوا. و این یکی هم که یه بچه کوچولو مسافر عقبی با جوراب کفش با پاش آورده اینجا، این بنده خدا گفته پیف پیف بو میده. این یکی هم که ببین احتمالاً این باید از خودشون باشه، یعنی مثلا همسفری خودش، و الا هیچ کس نمیاد این میز به اصطلاح اون قسمتی که برای نهار و نوشابه و اینا باز میکنن بدن به این، احتمالاً این یه مصدومیه که
با این مسافرت میکنه، این بهش اجازه داده. ولی همین هم اشتباهه، چون شما پای زخمت رو جایی که مردم خوراک میخورن اینها نباید بذارین. اینم یکی دیگه. و از اینا تا دلتون بخواد هست، جنگ و دعواهای این روزا هم مسافرا به دلیل اینکه پروازها خیلی تأخیر داره و اشتباه میشه و عوضی و اینها، خیلی از این مشکلات دارن که میتونید شاهدش باشید. ولی من دارم دنبال اون عکسی میگردم که اون دوستمون از هواپیمای جدید ایران فرستاده و نوشته که بی فرهنگی، فرهنگ بی فرهنگان. بله، این رو مینا خانم فرستاده. مینا خانم بله، ببینید شما این عکس رو فرستادید و نوشته بالاش بی فرهنگی مسافرین در هواپیماهای جدید ایران ایر. نگاه کنید، اولا یعنی که این مسافرها دیشب که هواپیماهای قدیمی رفته و حالا این یکی پرواز جدید میخواد بکنه، اینا همشون باید یاد بگیرن که پشت سرشون تمیز کنن. یه دفعه یه دوستی یه عکسی فرستاد از استادیوم‌های ایران بعد از ورزش که چقدر کثیفه، من عکسای مال آمریکا رو نشون دادم. بعد یادمه من سالها پیش 1987 وقتی که به اصطلاح راننده‌های آمریکایی داشتیم و اینا، یه سیاه‌پوستی رو استخدام کرده بودیم، این از ارتش هم اومده بود، خیلی هم گردن کلفت و ورزشکار و اینها. و یه روزی من زور با این نهار رفتم یه چیزی خریدیم، ساندویچ و نوشابه، اومدیم همچنین که اومدیم بیرون، این رفت چیزای ما رو تو ماشینش آورد ریخت اونجا. و من بهش گفتم که من که خارجی بلد نیستم، به اصطلاح من که خارجی ام، اینجا برای ماها که انگلیسی بلد نیستیم عکس یه سطلی رو کشیده و نوشته ترش یا آشغالتونو بریزین تو این، تو چرا این کارو میکنی و میریزی اینجا؟ خندید، گفت من برای هم نژادام دارم کار درست میکنم، که البته اونم برای خودش یه پوینتی داشت. ولی مینا خانم، این ماجرای هواپیما درسته که بعضیا حتی رستوران هم که میری مثل خوک خوراک میخورن. خوک میدونی چرا میگن مثل خوک؟ برای که خوک خوراک اگه بریزی توی ظرف نمیخوره، باید بریزیش رو زمین، گل، بعضی وقتا حتی با مدفوع خودش میخوره. اوکی؟ ولی از طرفی این هواپیمایی ها اینقدر واقعا صندلی ها رو کوچیک کردن، اینقدر به مردم فشار میارن که طرفی که سوار میشه 3 ساعت پرواز داره، 2 ساعت هم این ور اونور اذیتش میکنن. اگر این چیپسش حالا پاره بشه دوتاش بریزی زمین، اصلا امکان نداره این طرف بتونه برسه به زمین چیپس رو برداره، هر مگر اینکه ژیمناست باشه. خب اون وقت اینجوری میشه. ولی باز برمیگردیم به آموزش. بله دیگه، اینم درست نیست که به این شکل، اونم هواپیمای نوی که حالا چقدرم برای مردم ناز و عشوه که یه هواپیمای نو خریدن و انگار که حالا آقای روحانی و دوستانش خدا بودن. Invite Mustafa to be a guest. Invite Mustafa to broadcast. آها، این مال فیسبوکه. حالا دیگه یه چیز جدیدی گذاشته، هی میگه دوستاتم دعوت کن تا اونا هم برنامه بذارن. آقا ما 20 ساله داریم تو این تلویزیون، مردم گلمون پاره شده، زبانمون مو در آورده، میگیم که بیان برنامه داشته باشن. حالا فیسبوک اومده میگه بگو بیان اونجا مجانی برنامه داشته باشن. چشم دوستان، برید فیسبوک مجانی برنامه بذارید. باز سوال و پرسش همینه، نام ایران را اگه کسی بخواد عوض کنه به این دلیل که میخواد قطع رابطه کنه با گذشته، شما چی میگی؟ 1:56 است ما شما رو معطل کردیم، باورتون میشه؟ اون وقت فوش میدیم به اینایی که معرکه گیری میکنن و امثال هم. خود ما معرکه گیر هست. مجریای تلویزیون ها دیدی بیشترشون فوش میدن به این آخونده که این آخونده هیچ کاری نمیکنن، فقط حرف میزنن. من و شما هم همین کارو میکنیم. البته خدا رو شکر ما هنوز دستی به ویدیو داریم، میریم ویدیو این ور کار میکنیم. ولی شما چی کار میکنی آقا؟ اون آخونده عمامه و عبا و نمیدونم ریش داره، شما فکل و کراوات، شما میای حرف همونو میزنی، ذکر مصیبت مردم رو به گریه میندازی، ازشون پول جمع میکنی. دوستان پول یادتون نره، 31 جولای هست، خودتون هر جوری که سهمیه بندی کردی به ماه ایرانی، به ماه آمریکایی،
ماهیانه اگر کمک کنید خیلی کمک خوبیه، که من بدونم مثلا الان من واقعا میگم، البته پتیک فکر کنم مال ماه آگستم پرداخت کرده، ولی من روی این 100 دلار این 10 دلار اون 30 دلار احمد هوشنگ مدتی کمک نکرده نمیدونم، اینا حساب میکنم و اون بهتره. کسی که ماهی 10 دلار میده بهتر از کسی هست که سال 200 دلار میده. پس 80 دلار سیو کنید، ماهی 10 دلار بفرستید بیاد. و آزاده نامداری، اون خانم ایرانی که گوینده تلویزیون بوده، هنرپیشه بوده و آمده رفته سوئیس آبجو خورده بی حجاب و حالا میخواد پناهنده بشه، نظرتون راجع به اون چیه؟ آیا این سوء استفاده کرده یا اینکه واقعا اینجوریه؟ چون ما میبینیم خیلی های دیگه میان و میرن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. و اما قرار شد عکس وایس آف امریکا رو نشون بهتون بدم، برنامه وایس آف امریکا، برنامه زندهش. دوستان ببینید، اینایی که فکر میکنن وایس آف امریکا آمده و میخواد ایران رو نجات بده و اینها، آقا وایس آف امریکا برنامه زندهش 27 تا تماشاچی داشته. امروز صبح من نگاه کردم پخش زنده برنامه های تلویزیون صدای امریکا فارسی 27 تا نوشته الان تماشا میکنم. خب حالا اون دوستمون میگه آقا من رفتم زدم، من 12 بودم. میگم خب چه کار کنم؟ به شما زنگ بزنم وقتی 321 هستی؟ یکی یکمینه، یکی صدومینه، یکی 700، بعد تازه برای من فرقی نمیکنه. من اگر یه بیننده داشته باشم، آها راجع به یه بیننده بذارید ببینید پتیک چی نوشته. چرا یه دفعه پتیک رو گفتم؟ خب پتیک این آمریکایی‌ها به این آدمای کوچولو میگن، مثلا لباس زنونه کوچیک، لباس مردونه هم نمیدونم میگن پتیک یا نه، ولی اسم دوستمون حالا من نمیدونم این پاتریک بوده یا واقعا همین پتیکه، نوشته که یه چیزی رو خیلی قشنگ برای من نوشته و خستگی ما رو واقعا از بدنمون میبره بیرون و من ازش تشکر میکنم. میگم بعضی وقتا که من خسته میشم میگم بابا ول کن دیگه برم دنبال کارم، اون وقت میام ببینم که پتیک یه چیزی میگه یا یه دوستی یه چیزی میگه، میگم نه هنوزم باشه. پتیک دیروز صبح نوشته کاکو جون صبح بخیر، برنامه جمعه را دوباره الان دیدم، به آن یک نفر بیننده هم اضافه شد. تبریکی دارم به این تلویزیون نقلی که در 2 ساعت در مورد بیش از 40 موضوع صحبت کرد و طبق معمول ما را به راه راست و درست، به راه درست تر هدایت کرد. شاید طبق معمول شاکیان اعتراض کنند که یک کلاغ 40 کلاغ کردی که سرفصل اکثر آنها را یادآوری می کنم. عذرخواهی بابت تأخیر. این چیزایی که من تو اون برنامه گفتم، 6 دقیقه من دیر شروع کردم به خاطر اینکه قبلش برنامه زنده کانون آوا بوده، با هیچ کم شوخی نداریم. وقتی من 2 ساعت میشینم اینجا، بالاخره بالای 50 هستیم، هنوز سنمون نرسیده به گوینده های رادیو تلویزیون کالیفرنیایی، چون اونا بیشترشون پوشک میپوشن، پوشک های آدم بزرگ بهش میگن دیپن، اونا اونو میپوشن 4 ساعت 5 ساعت قشنگ توش هر گلی میخوان به سر خودشون میزنن. بنده بعد از 2 ساعت دیگه باید یه دستشویی برم. دستشویی میری برمیگردی برنامه شروع میکنی، 5-6 دقیقه به اصطلاح تأخیر ایجاد میشه. ولی به خاطر همونم من عذرخواهی میکنم، چون اگه یک نفر سر موقع آمده باشه نشسته باشه و من دیر شروع کنم، من باید از اون یک نفر عذرخواهی کنم. اینایی که برنامه میذارید، آقای مهدی تبریزی 100 دقیقه، 1 ساعت و 40 دقیقه، 60 و 40، 100 دقیقه برنامه رو دیر شروع کردی، خودت که از مردم عذرخواهی نکردی. آقای کامران پور هم میگه آقا اینا اصلا به من دیر گفتن. بهش میگم آقا دیر اومدی، شما معمولا سر وقت میای، میگی سر به تو که منو میشناسی، اینا اصلا به ما تا امشب خبری نبوده. بله من عذرخواهی کردم روز جمعه، ایشون نوشته عذرخواهی بابت تأخیر. ماجرای خرگوش و لاک‌پشت، دزدیدن ماشین و کودک، مجازات اعدام، مأمور دستگیری، کشف و اختراع، پیام صحیح، چگونه پیام بزنیم رو پیامگیر، آزادی رایگان نیست، نتیجه مینیجوب شاه، شاه مینیجوب نپوشید، ولی نتیجه مینیجوب پوشیدن زمان شاه برای ملتی که فرهنگش اینجوریه، عمله میره میچسبه بزن سرهنگه تو بقالی نمیدونم فلان. رضا پهلوی و تیوی، آقای رضا پهلوی از تیوی رفته بیرون، چه شود دیگه، هیچ کدوم خوابمون نمیبره. احمق بودن ترامپ،
آقای ارشاد، آقای مهدیزاده، ایشون نوشته کمی در این مورد زیاد صحبت شد. حق با شماست، ولی به قول شاملو میگه اگر بگم زبانم میسوزه، اگر نگم مغز استخوانم میسوزه. آدم دلش میسوزه، میدونیم بابا این هتلا پول کلونی میگیرن. حالا بازم داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اون وقت این بنده خدا خودش زحمت میکشه، مردم دیگه هم زحمت میکشن. 30 نفر اون شب به زور اومده بودن اینجا. یه میز مال آقای اویسی بود، یه میز مال دوستان بهایی بود، 4-5 نفر، 10-20 نفر دیگه هم اینجا، فکر کنم 30 ماکسیموم 40 نفر. سالونی که 200 نفر تا 300 نفر جا داره. تجاوز، ماجرای عینک، تشویر نکنید کباب و ترانه. آها، اینا که یه ترانه میخونن تقلید مال یکی دیگه. امروز آقای رامین پیرامون برای من نوشته بود این زن بهترین صدا رو داره. میگم بابا آهنگ یکی دیگر رو داره میخونه، اونا زحمت کشیدن. اگه این خانم راست میگه بره یه آهنگ یا بسازه یا بخره یا درست کنه، بیاد و هم ببینید. گدایی شب جمعه، من روز گفتم که بعد از این همه سال دیگه باید یک گدا بدون شب جمعه کیه. ماجرای عکس افقی و عمودی اینجا بود که روز من رو ساختی. نوشته کاکو جون، از اون روزی که در برنامه شنیدم عکس را باید افقی گرفت، به دیگران میگم و همیشه یادی از شما میکنم، همونجوری که شما یادی از سعید میکنی هر وقت با کامپیوترت عکس میگیری. 3 مورد دکتر، 2 مورد گفتی، سومی مون والا یادم نمیاد در مورد دکتر چی بوده. دکتر دامپزشکی آقای نصر احمدی، چاقو زدن، تبرک از میمون، کره شمالی، حجاب، خانه قمر خانم، با لباس شنا، فضا و رقص، بعد موقع زنگ زدن، جشن‌های شاهنشاهی و تلفن علی امینی با شاه، یاد گرفتن و سعید، کاریکاتور، تار زدن بی‌نوت، همه ما به سخن یاد گرفتن حضرت عباس و بیننده کم، فکر کنم من یکی کافی باشم. اعتراض من آب حیات باز هم بنویسم؟ نه کافیه، ممنون، متشکرم. روزان عزیز، راجع به این ماجرای با تلفناتون، تلفنا عمودیه وقتی صحبت میکنید، گوشی اینجاست، دهنی اینجاست، درسته؟ وقتی میخواین عکس بگیرید خب راحت تر، زرتی همینجوری وای میگیرید عکس میگیرید، این عکس اون وقت به این صورت میفته، بغلش سیاه هست توی جایی که میبینید اینا، ولی عکسو اگه اینجوری بگیرید کامل میشه. ولی ناگفته نماند، اگه یه جایی میخوای از برج پیزا، از نمیدونم ساختمون چیز تو نیویورک عکس بگیری، خب باید اینجوری بگیری، قشنگ عکس رو میگیری و الی آخر. دستان ممنون و متشکرم پتیک، you made my day. دوستان عزیز بازم از یکایتون ممنونم. 5 دقیقه هم بیشتر برنامه گذاشتم، ولی اب نداره، هنوز یکی دوتا مورد دیگه مونده. اجازه بدین یکیش هواپیمای ایرانی بود بهتون نشون دادم. اون دوستمون که از کالیفرنیا از ایریا کد 213 زنگ زده، لطف کنید دوباره زنگ بزنید. و اما آقای سهراب چمنارا، چارتشو نشون دادم، ویدیوش تا چهارشنبه باز هم نشون میدیم. نام ایران اگر عوض کنیم و بگیم که میخوایم قطع رابطه کنیم با گذشته، شما چی میگید؟ شما حتما دیدید که من بارها میگم این خانم فرح پهلوی یک زن گدازاده است. گدا نه این که باباش بی پول بوده. یه وقت میبینیم رضا پهلوی باباش شاه بوده، میلیون ها دلار، به گفته خودش میلیون ها دلار پول داشته و داره، ولی گدا صفته. بذارید نگیم گدازاده، گدا صفته. رضا پهلوی وقتی میره یه جایی نوشابه میخوره، انتظار داره یه کسی پولشو بده یا اونی که بهش نوشابه رو فروخته پول نگیره، چون این رضا پهلویه. فرح از این بدتره. حالا ببینید دوستان، این چیزی که من گفتم، شما اون وقت حالا میگید آقا سوربی امروز دیوونه شده، آقا ایران یه بار اسمشو عوض کردن، این همه دردسر برای ما درست شد، چه زمان جنگ آلمان ها و چه بعدش. هنوز تا هنوز یه جایی که میگیم ما ایرانی هستیم میگه او صدام حسین، میگیم نه بابا پرژیا، میگه او پرژن کرد، پرژن راگ. آقای رضا شاه، برید تو صفحه خانم فرح پهلوی که اسم صفحهش فکر کنم فرحپهلوی.org، نوشته دوستان، من که این از خودم در نیاوردم، نوشته که توضیح میده که اولا درباره ما خانم شهبانو فرح پهلوی، شما باید درباره خودت بنویسی بعد چگونه شدی زن شاه و اینا، چون شما خانواده پهلوی نیستی که درباره خانواده پهلوی بنویسی. حالا نوشتی اب نداره، آمده نوشته که رضا شاه پهلوی، بعد صحبت میکنه
اینجا دوستان دقت کنید، نوشته رضا شاه یک دولت غیر نظامی تشکیل داد که در آن پایه‌های یک کشور مدرن ریخته شد. دولت توانست یک ارتش ملی، دانشگاه و مدرسه، بانک ملی، تأسیسات اداری برای اجرای سیاست‌های جدید، راه آهن، باند هواپیما و جاده برای اتصال کشور را مستقر کند. دقت کنید دوستان، نام کشور به طور رسمی به ایران تبدیل شد تا با گذشته خود قطع رابطه کند. قطع هم اشتباه نوشته، نوشته قطعه. با گذشته خود قطع رابطه کند، گذشته به این درخشانی که ایران نه به کسی حمله کرده نه به کسی جنگیده، اینقدر افتخار میکنیم. خود احمق خانم فرح پهلوی میای جشنای فرهنگ و هنر را میندازی، اون وقت پدر شوهرت میاد اسم ایران رو عوض میکنه، از پرشیان میذاره ایران که قطع رابطه کنه با گذشته، در صورتی که دروغ میگی. ماجرا این نبوده. بیان برین تو ویکی‌پدیا دوستان نگاه کنید ببینید ماجرای اسم عوض کردن ایران چی بوده. در زمان در 1935 که این کار میشه، تو اون ماجرای جنگ و اینها بوده و یک کنسول یا سفیر ایران توی آلمان میاد به رضا شاه و دیگران میگه که حالا که آلمانیا دارن صحبت از ایریان میکنن، نژاد صفی، نژاد، میگن که آریان ها، جرمن ها و اینها، ما بهتره، ما که اسممون قدیم ایران بوده و بعدن شده پرشیا و اینا، برگردونیم این اسم رو. و مکافات از اونجا شروع شد، اسم پرشیا که بغلش پرشین گلف عوض کردن، کردن ایران، که به هیتلر و به آدمای عقب افتاده دیگه بگن آقا ما هم مثل تو هستیم، حماقت ما هم دست کمی از تو نداره. حالا باورتون میشه اگه من اول برنامه اومده بودم گفته بودم این روحانی یا خامنه ای میخوان اسم ایران رو عوض کنن که با گذشته ایران قطع رابطه کنن، شما شاه الله یا چه کار میکردین؟ حالا ببینم شما چه کار میکنین. زنگ میزنید به این فرح خانم گدا و بگید که این چی آخه احمق نوشتی برای قطع رابطه با گذشته. دوستان برنامه من اینجوریه، دوست دارید دوست داشته باشید، دوست ندارید یه برنامه دیگه پیدا کنید. من شنیدم دانشکده معقول و منقول رو هم رضا شاه درست کرده، ولی نمیدونم دوستان. رضا شاه شروع دانشگاه های ایران نبوده، توی تاریخ اگه برید بخونید دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه های دیگه، آقای نمیدونم چیزی که کشتنش کی بود، نخست وزیر بیچاره، در صورت اونا بودن. اینها هم شاه اللهی ها به دو دلیل، یکی که بی سوادن، یکی که پررو و دزد هستن، از دیگران دزدیدن. امیر کبیر اون وقتا قرار نبوده اسمش دانشگاه باشه، مثلا اگه مدرسه ای هم بوده از دیگر کشورها میمدن، وقتی که اونجا درسشون تموم میشده میمدن، حتی یه اسمای دیگه هم داشته الان یاد رفته، مثلا دارالفنون و اینها، مثلا اینا چی کار رضا شاه داره؟ ولی خب ببینید گویندهشون آقای میبودیه. آقای میبودی یه نفر اومده رفته یا یک سازمانی میگه آقا تو آمریکا الان دارن تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض حزبی حتی بین خودشونه. مرد حسابی اومده میگه آقا خجالت بکشید، همین کارا رو در زمان شاه هم کردید. نکردن، شاه اگه گذاشته بود این کارا رو انجام بدن ایران کشور آزادی بود. ویدیوی مصاحبه این آقای روانی احمد فراستی که واقعا براش نمیشتم باید خودکشی کنی، حالا انقدر یه احمق شدی میای میشینی تو برنامه ها هم افتخار میکنی به اینکه شکنجه میدادیم، ما فقط کیبل میزدیم، ما فقط سوزن داغ زیر ناخون میکردیم. از اون احمقتر کسی که کتاب این ثابتی رو نوشته به نظر آدم جوونی میاد، ولی مرده که هر کدوم از این ساواکی ها که مرده میگه شادروان فلان، بعد این بیچارهایی که شکنجه شدن میگه یه مشتی نمیدونم چی که ترقه بازی میکنن. آقای سعید شاستمندی میگه ما ترقه بازی میکردیم، برای ترقه بازی که نباید ما رو شکنجه بدن. دروغ دروغ دروغ. با ما در تماس باشید، میتونید شما برنامه داشته باشید و به امید روزهای بهتر براتون. هنوز خیلی چیزا دارم، تبلیغ جنگ داخلی در عراق، بازی خطرناک ترامپ، رتبه های برتر کنکور الان کجا هستن، 80 تا که در رمی رابطه صحبت کردم، از داخل ایران 1 2 3 جوانی کجایی که یادت بخیر، زیبا زندگی کردن یک فضیلت است،
ولی واقعا نمیدونم چجوری من برنامه ها رو چند ساعت بذارم تا بتونم به قول آمریکایی‌ها رپش کنم، ببندم، تمومش کنم. از یکایی که شما دوستان ممنونم، متشکرم. برنامه‌های ما رو با دوستانتون هم در میون بذارید. اگه به نظرتون طولانی میاد میتونید روی یوتیوب از یک دقیقه براشون بنویسید، از این دقیقه، یا اگه بلد باشید میتونید یک جوری شیر کنید که استارتینگ تایمش از اون برنامه باشه. ولی دیگه این هست که خیلی هم هی تازه میگن آقا هر روز برنامه بذار. از یکایتون ممنون و متشکر. برنامه رو طبق ردیف یا این اوردری که هستن به ترتیب اجرای نقش براتون پخش میکنیم. روز روزگار بر شما خوش.